عرض سلام و ادب به مقصد همه خانم ها و آقایان. این چند جلسه درس درباره تأثیر مرگ نگری بر طرز زندگی شخصی و طرز زندگی اجتماعی انسان ها بود. بحث درباره این بود که خود مرگ، خود پدیده مرگ البته به زندگی خاتمه میده، به زندگی این جهانی لااقل خاتمه میده، اما مرگ نگری یعنی نگرشی که درباره مرگ داریم، این نه فقط به زندگی این جهانی ما خاتمه نمیده، بلکه اصلا طرز زندگی این جهانی ما را تعیین میکنه، مشخص میکنه. بنات میکنی. و بنابراین بحث درباره این بود که نمیخوایم درباره خود مرگ حرف بزنیم. مرگ که ختم زندگی است. میخوایم ببینیم در نگرش ما نسبت به مرگ چه تأثیری در زندگی فردی و جمعی ما داره، در زندگی انفرادی و اجتماعی ما داره. اینکه به مرگ چه نگاهی داشته باشیم، این در زندگی فردی من چه تأثیری داره و در زندگی اجتماعی من چه تأثیری داره. بحث درباره این بود. یک نکته دیگر را هم در همونجا گفتم و اون که مرگ را با سه تا چیز دیگه ما نمیخوایم خلط بکنیم. خلط میکنید؟ میخوایم فقط درباره نگرش به مرگ حرف بزنیم، نه به سه پدیده دیگه‌ای که به مرگ نزدیکن. یکی عرض میکنم این پدیده است که تجارب نزدیک به مرگ، تجارب نزدیک به مرگ محل بحث ما نیست. کسانی که بر اثر یک سلسله حوادث و رویدادهایی به ظاهر، من عرض میکنم به ظاهر میمیرند، ولی بعداً بر اثر رشد دانش پزشکی و فناوری پزشکی احیا میشن، ریساسیتیشن میشن، این یک سلسله تجارب مشترک همشون دارن. ما بحثمون درباره اون تجارب مشترک و تلقی ما از اون تجارب مشترک نیست. بحث ما درباره یک چیز دیگه هم نیست و اون که از لحظه‌ای که نطفه هر کدام از ما منعقد میشه در رحم مادرمون، به یک معنا مرگ ما آغاز میشه. یعنی ما در آن واحد داریم هم زندگی میکنیم و هم میمیریم. توجه میکنیم، مرگ در زندگی و زندگی در مرگ. درست از لحظه ای که من نطفه منعقد شده در رحم مادرم و به یک معنا زندگی رو شروع کردم، مرگ رو هم شروع کردم. درست مثل تار و پود یک پارچه که تار یک پارچه با پود یک پارچه، این دوتا پارچه رو می سازن. انگار وجود ما رو هم مرگ و زندگی مثل تار و پود یک پارچه که پارچه رو می سازن، وجود ما رو می سازن. که این معمولا بهش میگن مرگ در زندگی و زندگی در مرگ، که به این معنا ما الان هم در حال مردنیم، کما اینکه الان هم در حال زیستنیم، به اون هم کاری نداریم. عنایت میکنیم. این هم یک نکته. به چیز دیگری به نام مرگ آگاهی هم کار نداریم. مرگ آگاهی حالتی است که بعضی از انسان‌ها دارند، کاری به ارزیابی مثبت یا منفیش نداریم، و اون که در تمام طول زندگیشون در حال آگاهی از مرگند. عنایت می‌کنید؟ در حال اینند که من دارم می‌میرم. به این هم کار ندارم. مثلا شما ممکنه الان، مثال میزنم، احساس گرما میکنید، ولی اینقدر مجذوب سخنید، سخن مثلا سخنرانید، که احساس گرما میکنید ولی به این احساس گرماتون آگاهی ندارید. وقتی که سخنان تموم میشه میگید ای چقدر هوا گرمه، کاش کولر روشن میکردن. مرگ آگاهی یعنی این که من در حینی که دارم زندگی میکنم توجه هم به این دارم که من در حال مردنم. به این هم ما کاری فعلا نداریم. خب
بنابراین میخوایم ببینیم که مرگ نگری، این که به چه چشمی من به مرگ نگاه میکنم، این چه تأثیری رو زندگی فردی من میذاره و نقشش در زندگی فردی من چیه و چه تأثیری در زندگی اجتماعی میگذاره، یعنی نقشش در زندگی اجتماعی چیه. در جلسه گذشته گفتم که از مرگ 4 تلقی میشه داشت. یکی این که مرگ پایان همه چیزه، یعنی وقتی من مردم به تمام معنا از عرصه وجود پرکشیدم دیگه، صفر 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 شدم، معدوم معدوم شدم. این یک تلقی. یک تلقی اینه که نه، من به زندگی پس از مرگ ادامه خواهم داد، اما چند و چون زندگی پس از مرگ به چند و چون زندگی این جهانی من ربطی نداره. یعنی اگر من مثل عرض کنم که گاندی زندگی کرده باشم یا مثل صدام، هیچ فرقی در اون طرف نمی کنه. ما هممون، هم صدام ها، هم گاندی ها، هم استالین ها و هم پل پوت ها و هم هیتلر ها و هم از اون طرف هم فرانسوای آسیزی ها و عرض کنم که قدیسان و همه زندگی پس از مرگ دارند، ولی همشون در زندگی پس از مرگ در خوشی زندگی میکنن. فرق نمیکنه که مثل معاویه زندگی کرده باشی یا مثل علی، فرقی نمیکنه. توجه میکنی؟ فرق نمیکنه که مثل گاندی زندگی کرده باشی اینجا یا مثل صدام، فرق نمیکنه. آخرین درد و رنجی که هر کسی تحمل میکنه درد و رنج جان کندنه. همین که جان کندیم دیگه، هممون در یک سرور عظیم، در یک ابتهاج عظیم انات میکنی، در یک شادی عظیم به سر میبریم. فرق نمیکنه که در این دنیا چگونه زندگی کرده باشی. پس زندگی پس از مرگ هست، اما چند و چونش به چند و چون زندگی پیش از مرگ ما ربطی نداره. هر جور میخوای زندگی کرده باشی، همین که مردید و آخرین نفس رو کشیدید، در یک سعادت مطلق، در یک ابتهاج مطلق، در یک شادی مطلق به سر خواهید. این هم یک دیدگاه دوم. یه دیدگاه سوم میگه نه، زندگی پس از مرگ وجود داره، اما همیشه سعادتمندانه نیست. چند و چونش بستگی به چند و چون زندگی این جهانی داره که من اینجا چگونه زندگی کردم. یک طرز زندگی این جهانی اونجا مرا سعادتمند میکنه، یه طرز زندگی دیگر این جهانی اونجا منو شقاوتمند میکنه. این که در اونجا آرامش داشته باشم یا نداشته باشم، شادی داشته باشم یا نداشته باشم، انات میکنید، و رضایت داشته باشم یا نداشته باشم، بستگی به این داره که اینجا چگونه زندگی بکنم. کنید. یک نوع زندگی یا یک سلسله انواعی از زندگی اگر اینجا بکنیم، اونجا زندگی خوب و خوشی خواهیم داشت. یه سلسله انواع دیگر زندگی هم هست که اگر اینجا در پیش بگیریم، اونجا وضع نامطلوبی خواهیم داشت. این تصور سومه. این تصور سوم خودش به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که اون زندگی پس از مرگمون به صورت معاده، یکی که اون زندگی پس از مرگمون به صورت تناسخه. یعنی در یکی از این دو تصور گفته می شود که زندگی اون جهانیم، بسته به اینکه زندگی این جهانیم چگونه بوده باشه، زندگی اون جهانیم در یک مسیر خطیه، یعنی رفتیم دیگه بر نمی گردیم به دنیا، اما در اونجا بسته به طرز زندگیمون در اینجا یا خوش زندگی می کنیم یا ناخوش. این عقیده به معاده. حالا اینکه معاد جسمانی، روحانی، جسمانی یا و روحانی با همه اینا به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کنه. یه تلقی دیگه اینه که بله، زندگی پس از مرگ ما خیلی تحت تأثیر زندگی پیش از مرگ ماست، ولی نه اینکه ما میریم که بر نگردیم، نه، این که من در اینجا چگونه زندگی کنم باعث میشه که زندگی بعدیم که باز بر میگردم به همین دنیا چگونه باشه. یک طرز زندگی بکنم، بار بعد که برمیگردم، به محضی که مردم منتقل میشم به یک جسم دیگری و باز برمیگردم به دنیا. این که اینجا چگونه زندگی کرده باشم، تو زندگی بعدی که تو همین دنیا باز خواهم گشت و میکنم، اونو تعیین کنندشه. توجه میکنی؟ اینو بهش میگن عقیده به تناسخ. یعنی چرفتی رفتی نیست که معاد میگه چرفتی رفتی،
این میگه چو رفتی باز میگردی. بلا فاصله بعد از مرگ تقریبا باز ما باز میگردیم در قالب یه جسم دیگه ای. ولی اینکه در قالب چه جسمی برگردیم و در چه اوضاع و احوالی برگردیم، این بستگی به این داره که الان چگونه زندگی کرده باشیم. اون وقت اینم خودتون بهتر از من میدونید که 4 تا تصور از تناسخ وجود داره. یکی میگه که بعضی از زندگی های این جهانی باعث میشن که آدم در زندگی بعدی که برمیگرده در قالب جمادات برگرده، در قالب سنگ و چوب و آب و این چیزها. این یک، اینو بهش میگن در واقع این نوع زندگی که به جمادات برمیگردیم بهش میگن رسخ. یکی نه، وقتی برمیگردیم در قالب نباتات برمیگردیم، گیاهان، به این میگن فسخ. یکی وقتی برگشتیم در قالب حیوانات برمیگردیم، به این میگن مسخ. یکی هم وقتی برگشتیم باز در قالب انسان برمیگردیم. اینو بهش میگن چی؟ نسخ. بنابراین خود تناسخ هم تقسیم میشه به نسخ و مسخ و فسخ و رسخ. دیگه بسته به طرز زندگی اینجای منه. خب این تلقی رو اگه داشته باشید دیگه نمیتونید این رو هم، این موجود، این جماد رو هم ناآگاه بدونید. نمیتونید. این هم یه موجودیه که یک بار اینجا زندگی کرده، حالا برگشته به قالب یک تکه چوب در اومده مثلا، یا به قالب یک سنگ در اومده، یا در قالب یک گیاه در اومده، یا در قالب یک پرنده یا سگی در اومده، و یا در قالب انسان دیگری. بنابراین اگر این تلقی رو داشته باشیم، همه موجوداتی هم که اطرافمون هستن، چه از جمادات باشن به اصطلاح مثل چوب و سنگ، چه از نباتات باشن، چه از حیوانات و چه از انسانها، همشون آگاهی دارن و همشون زندگی های قبلی داشتند و بسته به زندگی قبلیشون الان یا جمادن یا نباتن یا حیوانن و یا انسانن. اونم که چه حیوانی باشن باز فرق میکنه، اونم که چه انسانی باشن فرق میکنه. خب اینم یک تلقی 4. خب حالا این 4 تلقی در جلسه قبل گفتیم، حالا یک یک می‌خوایم ببینیم این 4 تلقی تو طرز زندگی این جهانیمون چه تأثیری می‌گذاره. اگه تلقی اول داشته باشیم چه تأثیری می‌گذاره، تلقی دومو داشته باشیم، تلقی سومو داشته باشیم و تلقی چهارمو داشته باشیم چه تأثیری می‌گذاره. اول پردازم به تلقی اول. تلقی اول تلقی است که میگه وقتی که انسان مرد دیگه نابود نابود شده. تمام وجود ما منحصر در این 70-80 سالی است که اینجا زندگی میکنیم. به محض اینکه مردیم، همونطور که جسممون میپوسه و تبدیل میشه به مواد جمادی، چیز دیگری هم از ما باقی نمیمونه. این هم که میشه تبدیل میشه به گفته قدما به خاک، تبدیل به خاک میشه و چیزی از ما باقی نمیمونه. اگر این تلقی رو داشته باشیم زندگی این جهانیمون چجوری میشه؟ یعنی اگر من برم تو پوست یک کسی که واقعا عقیدش به اینه که زندگی پس از مرگی به هیچ نحوی از آنها وجود نداره، زندگی این جهانی چگونه خواهد گذشت؟ اول چیزی که یک شخص صاحب این تلقی داره اینه که این شخص علل قاعده به شیء غیر مادی قائل نیست. علل قاعده میگم، به شیء غیر مادی قائل نیست، چون انسان رو هم فقط مادی میدونه دیگه طبعا، یعنی فقط همین جسم میدونه، این جسم هم که تبدیل به خاک میشه و چیز دیگری هم که قائل نیست که در زندگی اون جهانی وجود داشته باشه. پس علل قاعده این شخص مادی انگاره، لااقل در باب عالم انسانی مادی انگاره، چون ما یه مادی انگاری در باب عالم انسانی داریم، یه مادی انگاری در باب جهان هستی داریم. این شخصی که همچی تلقی داره لااقل راجع به انسان، انسان رو موجود مادی میدونه. حالا ممکنه معتقد باشه خدایی وجود داره که او مادی نیست مثلا، اما لااقل انسان رو موجود مادی میدونه. درسته؟ معتقده که انسان فقط همین جسمشه. خب اگر انسان فقط جسمش باشه، زندگی عقلانی چه زندگیه؟ اگر ما باشیم و فقط جسممون، یعنی من چیز دیگری غیر از جسمم نداشته باشم، عقل به من میگه چجوری باید زندگی بکنی؟ ظاهرا عقل میگه جوری زندگی کن که خوشیهای جسمانی برات حاصل بشه به بیشتری حد ممکن و ناخوشیهای جسمانی برات حاصل نشه، اونم به بیشتری حد ممکن حاصل نشه.
یعنی در واقع اگر من چیزی، ساحتی غیر از ساحت جسم خودم و بدن خودم نداشته باشم، تمام نیازها میشه نیازهای بدنی، دیگه نیاز دیگه ای ندارم، میشه نیازها نیازهای بدنی. توجه میکنی؟ و اگر نیازهای بدنی، خب نیازهای بدنی مشخصه، من باید بهترین خوراک، بهترین نوشاک، بهترین پوشاک، توجه میکنی، بهترین مسکن، بهترین سوختها، بهترین عرض کنم وسائل حمل و نقل، بهترین خواب، بیشترین استراحت و بهترین استراحت و عرض کنم که تفرج، تفریح، اینا دیگه چیز دیگه که وجود نداره. این نوع تلقی اگر بخوام به زبان فلسفه و مخصوصا فلسفه اخلاق بگم، ما را میگرایاند به لذت گرایی، به هدونیزم، به لذت گرایی. میگه تویی و تو باید یه کاری بکنی که تو این 60-70 سال، جای دیگر که خبری نیست، تو در این 60-70 سال باید بیشترین لذت ممکن و کمترین الم ممکن ببینی. و لذت و الم هم در چارچوب بدن تعریف میشه، نه لذت و الم غیر بدنی. لذت و الم بدنی که همین هست که گفتیم. به زبان ساده تر، تقریبا، البته باید بگم تقریبا، تقریبا ما در قاعده هرم مزلو سیر میکنیم دیگه، در قاعده هرم نیازهای مزلو در اینجا سیر میکنیم، میگیم این میشه هدونیزم در واقع، لذت گرایی. لزوماً البته از این لذت گرایی، لذت گرایی افسار گسیخته و انان گسیخته مثلا آنتیستنس در نمیاد، ممکنم هست که لذت گرایی سنجیده اپیکور در بیاد، ولی بالاخره لذت گرایی. حالا یه لذت گرایی است مثل لذت گرایی انان گسیخته آنتیستنس که میگفت در هر آنی فقط بیاندیش که در این آن بیشترین لذت را چگونه میشه به دست آورد و کمترین درد و رنج را. یه وقت هم هست لذت گرایی سنجیده اپیکوره که میگفت در هر آنی ببین که بیشترین لذت ممکن با توجه به عواقب بعدی این کاری که میخوای بکنی و کمترین درد و رنج ممکن با توجه به عواقب بعدی این کاری که الان میخوای بکنی. به زبان ساده اونی که بهش میگیم در واقع تلقی آنتیستنسی، تلقی است که شما را کار رو آثار و نتایج آنیش رو فقط در نظر میگیره، ولی اون آثار و نتایج آتیش رو در نظر میگیره. بنابراین مثلا شما اگر از سیگار کشیدن لذت میبرید، طبق تلقی آنتیستنس میتونید الان سیگار بکشید چون الان دارید لذت میده از سیگار کشیدن، اما طبق تلقی اپیکور باید ببینید خب این سیگار کشیدن با لذت الانش و به علاوه مشکل ریه بعدی و به علاوه بقیه نابسامانی ها روی هم رفته، حالا لذتش بیشتره یا رنجش؟ اگه لذتش بیشتره انجام بده، اگه رنجش بیشتره. یا تو میاد که گفته بود که من اونقدر ثروتمند نیستم که آبدو خیار بخورم، من چون فقیرم فقط چلو کباب میخورم. گفته بودن آخی یعنی چه؟ گفته آره من اگه ثروتمند بودم آبدو خیار میخوردم، ولی چون فقیرم فقط چلو کباب میخورم. گفته بودن این منطقش چیه؟ گفته بود به خاطر اینکه آبدو خیار با شکم درد بعدیش و بعد پیش پزشک رفتن و نسخه پیچیدن و آمپولش گرونتر از چلو کباب در میاد. توجه میکنید؟ بنابراین من چلو کباب میخورم که ارزونتر در بیاد. شبیه اینه. اگر ما مثل اپیکور زندگی بکنیم، که خود اپیکور دقیقاً عمل میکرد به آنچه که خودش میگفت و یکی از معدود فیلسوفانیه که به فلسفه خودشون به تمام قوت و شدت و حدت ملتزم بودن، اون میگفت نه منم طرفدار لذتم، اما میگم لذت کار الان رو باید در دراز مدت بسنجم، ببینم روی هم رفته مثل چلو کبابه که ارزون در میاد یا مثل آبدو خیاره که گرون در میاد. اگه روی هم رفته لذتش بیشتر از علمشه، انجام میدم، و اگه روی هم رفته علمش بیشتر از لذتش، انجام نمیدم. نه اینکه فقط به الان نگاه کنم، تا نوک بینی رو نمیبینم، آینده رو هم میبینم. خب تلقی اپیکور تلقی خیلی عاقلانه تریه، اما محاسباتش دشوارتره، شکی نداره. من اگه الان بخوام ببینم چی الان به من لذت میده، محاسبه خیلی دشواری نداره، توجه میکنید؟ اما اگه بخوام ببینم
در دراز مدت این سیگار کشیدن با من چیکار میکنه، یا در دراز مدت انتخاب این شغل حرفه چیکار میکنه، انتخاب این رشته تحصیلی چیکار میکنه، یا خوردن این خوراک یا نوشیدن اون نوشابه با من چیکار میکنه در دراز مدت، محاسبات پیچیده است و مشکلاتی داره. واقعا به لحاظ عقلانی نظر اپیکور خیلی پذیرفته تر از نظر آنتیستنسه، ولی به لحاظ محاسباتی خیلی مشکله. عنایت میکنید؟ مخصوصا با توجه به 4 تا اشکالی که من در جای دیگری گفتم که تفکر اپیکور 4 تا اشکال عملا پیش میاره، و این باعث میشه که در این حال که خیلی از لذت گرایان سعی میکردن اپیکوری زندگی بکنن، ولی تو محاسباتش نمیتونستن موفق باشن و بنابراین نمیتونستن آنچنان که خود اپیکور میگفت زندگی بکنن. 4 تا مشکل عملی داره. مشکل نظری نداره رأی اپیکور، کاملا قابل دفاع نظرن، ولی در مقام عمل که میخوایم پیاده کنیم، خب به یک سلسله آثار و نتایج ممکنه محاسبه ناشده گرفتار بشیم به خاطر 4 تا عاملی که حالا شاید بگم ولی ضرورت هم شاید نداشته باشه. بنابراین اول چیزی که وجود داره اینه که من میشم یک لذت گرا، چون جسم دارم فقط و غیر از جسمم که چیزی نیست. جسمم که معلومه لذاتش به چیه، آلامشم به چیه، نیازهای جسم معلومه که به چیه. بله، از این بر نمیاد که آدم به دنبال خواسته های جسمانیش باشه، یعنی از لذت گرایی بر نمیاد که به دنبال خواسته های جسمانیش باشه، ممکنه به دنبال نیازهای جسمانیش باشه. میخوام بگم از این بر نمیاد که ما کار غیر عقلانی بکنیم، چون وقتی هم فقط به جسمم توجه میکنم، یه وقت به نیازهای این جسم توجه میکنم، یه وقت به چی؟ به خواسته ها. مثال خیلی سادهش تو خوراکه. تو خوراک من الان از آقای دکتر بپرسم به عنوان یه متخصص مثلا علوم تغذیه که آقا من در شبانه روز این بدنم چقدر نیاز داره به از لحاظ خوراک، ایشون میگن این مقدار پروتئین، این مقدار کلسیم، توجه میکنید، این مقدار عرض میکنم کالری نیاز داره، این مقدار ویتامین نیاز داره، و اگه بخوام به نیازهام توجه بکنم فقط باید اون مقدار غذا بخورم که این مقدار مقدار ویتامین و این مقدار پروتئین و این مقدار کلسیم رو مثلا و بقیه چیزها رو فراهم کنه. دیگه هر چه بیشتر بخورم طبق نیاز نخوردم، طبق چی خوردم؟ خواسته هام خوردم. به طبق خواسته ها عمل کردن بلمعال زندگی رو ممکنه ویران بکنه، توجه میکنید؟ اما طبق نیاز ها اصلا و ابدا زندگی ویران نمیشه. همینطور یک متخصص خواب ممکنه به من بگه تو با توجه به این جنسیتت و با توجه به این طول قدت و با توجه به این عرض کنم که وزنت و با توجه به این فرض کنید که سنت، این مقدار خواب در شبانه روز نیاز داری. خب اون مقدار خواب برآورده بشه و بتونم بهش برسم، نیازهای جسمانی برطرف شده. دیگه اگر بیشتر از اون خوابیدم یا کمتر از اون خوابیدم، دیگه دارم خواسته های خودم رو دنبال میکنم. بنابراین این تلقی است که لزوماً ویرانگر نیست، که کسانی گمان میکنن اگر انسان خودشو فقط جسمش بدونه چه واویلایی میشه و همه چی به هم میریزه و بلبشو میشه و از اصلا و ابدا. لذتگراییه، اولا لذتگراییش لزوماً لذتگراییه انان گسیخته نیست، لذتگرایی ممکنه سنجیده اپیکوری باشه. بعدم ممکنه شخص در حد نیازها اکتفا بکنه و به این ارگانیزم نیازهاشو برسونه، طول عمرم داره، به سلامت نسبی هم زندگی میکنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این توجه میکنید که لازمه اینه. آیا این در این زندگی اخلاقی بودن معنا داره یا معنا نداره تو این نوع زندگی؟ توجه میکنید؟ آیا معنا داره یا معنا نداره؟ خب به نظر میاد به یک معنای از اخلاق، چرا، اخلاقی بودن هم معنا داره، ولی به یک معنای دیگر از اخلاق، نه، اخلاقی بودن معنا نداره تو این نوع زندگی. یعنی خوشی معنا داره اما خوبی گویا معنا نداره. به چه معنا از اخلاقی زیستن؟ اون مقدار از اخلاقیات که وقتی رعایت میشه نیازهای جسم برآورده میشه،
اونا هنوز هم تو اینجا معنا داره، هنوز هم معنا داره. اما اون مقدار از اخلاقیاتی، اون مقدارش که به دو جهت دیگه اخلاق مربوط میشه، نه تو این زندگی معنا نداره. یکی اون بخشی از اخلاقیات که به نیازهای جسم مربوط نمیشه، به نیازهای روحانی ما مربوط میشه، اون دیگه اینجا معنا نداره. توجه میکنی؟ اونی که مثلا در یونان باستان بهش میگفتن شکوفایی جان، شکوفایی روح، و میگفتن اثر اخلاقی زیستن برای اینکه من خود شکوفا بشم، توجه میکنی، و جان و روح خودم رو شکوفا بکنم، اینجا معنا نداره. چون فرض بر اینه که اصلا جان و روحی معنا نداره، ما مثل فرض کنید که خرگوش ها میمونیم. یعنی از چه جهت مثل خرگوش ها مون؟ از جهت که اونا جسم، ما هم جسمیم. توجه میکنید؟ بیشتر از این که معنا نداره. خرگوش ها که به شکوفایی روح خودشون فکر نمی کنند و استکمال نفس، چون ندارن اون نفس را. این مقدار از اخلاق تو این تلقی از بین میره. اما یه مقدار اخلاق دومی هم باید ببینیم از بین میره یا نه. پس تا الان گفتم چی اخلاق از بین میره. اون مقدار از اخلاق که وقتی رعایت میشه، نیازهای جسم برآورده میشه. مثلا در اخلاق شکمبارگی مذمومه، شهوتبارگی، منظور شهوت جنسیه، مذمومه. خب اینا فایدهش به چی میرسه؟ در واقع به جسم میره، اینا سر جاش باقی میمونه. اما اون مقدار که به خودشکوفایی، به شکوفایی جان، به شکوفایی روح، به تعبیر قدمای ما استکمال نفس مربوط میشه، این مقدار از اخلاق حتما از بین میره. یه قسم سوم اخلاق هم هست، و اون که اون مقدار از اخلاق که به کاستن درد و رنج های دیگران مربوط میشه چی؟ توجه میکنید؟ چون یک بخشی از اخلاق هم اینه که من به کاستن درد و رنج های دیگران بیاندیشم، بگم من باید چه جوری زندگی کنم که کمترین رنج ممکن رو به دیگران وارد کنم. این میمونه یا باقی نمیمونه؟ اگر من فقط خودم رو جس بدونم، آیا اینم باقی میمونه که من باید به درد و رنج های دیگران حساسیت ببرزم و بی‌اعتنا نباشم و در هر قدمی که میخوام بردارم ببینم آثار و نتایج این قدمم روی کاستن یا افزودن درد و رنج های دیگران چه تأثیری داره، روی کاستن یا افزودن لذات دیگران چه تأثیری داره؟ آیا این باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ طبق تلقی کسانی مثل راسل، بله این باقی میمونه. توجه میکنید؟ بعضی از فیلسوفان اخلاق مثل راسل معتقدن این باقی میمونه. چرا؟ چون میگفتن اگر انسان عقلانی باشه میدونه که اگر درد و رنج دیگران در نظر نگیره، با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه، نتیجهش باز به کی برمیگرده؟ به خودش برمیگرده. و بنابراین نه، بازم آدم به درد و رنج دیگران توجه داره و سعی میکنه که یه کاری نکنه که درد و رنجشون افزایش پیدا بکنه، بلکه کاری بکنه کاهش پیدا بکنه و لذاتشون افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون اگه آدم عقلانی باشه میفهمه با یه قدم، دو قدم، سه قدم، ده قدم، 20 قدم، آخرش نتیجه اینا به خود منم برمیگرده. اما بعضی از فیلسوفان اخلاق معتقدن نه، تو دیگه اگر معتقد نباشی به این که غیر از روح، غیر از جسم چیز دیگری به نام جان داری و غیر از بدن روحی هم داری، دیگه حتی این قسمت اخلاق هم از بین میره. اون قسمتی که من باید پاس دیگران رو بدارم، درد و رنج دیگران در کانون توجه من باشه و عنایت داشته باشم به این که با این کاران دارم با دیگران چی کار میکنم، آثار مثبت دارم رو زندگیشون میذارم یا آثار منفی. من خودم شخصا به نظرم میاد که به درد و رنج دیگران رسیدن با این تلقی الزام نداره، مگر این که تو آدم شدیداً عاطفی باشی، که نه از سر اخلاقی بودن، از سر این که دلت میسوزه کمک کنی به دیگران. و اخلاقی بودن خیلی با عاطفی بودن فرق میکنه. یکی به حکم اخلاق میاد به کسی کمک میکنه، یکی از دیدن وضعیه کسی، از جولیدگی وضعش، بشولیدگی وضعش به گفته قدما، از این که میبینه خیلی این مریض احواله، احساس میکنه تکیده است، نحیفه، گرسنه است، رقتی در دل آدم پدید میاد،
و این رقت قلبش رو با چی؟ با کمک کردن به او ارضا میکنه. این عاطفی بودن. همه آدمای سنتیمنتال به این معنا به درد و رنج دیگران حساسن، اما هر آدم سنتیمنتالی این اخلاقی نیست. توجه بکنید، اخلاقی بودن یعنی من وظیفه خودم میدونم این کارو بکنم، حتی اگر رقت قلبم نداشتم و حتی اگر وضعش جوریده و اینقدر متأثر کنندم نبود، وظیفه‌ام بود که کمک بهش بکنم. من خودم به نظرم میاد که این تلقی زندگی رو، خوبی زندگی رو، جز در قسمتی که گفتم خوبی زندگی به جسم مربوط میشه، از میان میبره. و اگر کسی با این تلقی به درد و رنج دیگران توجه داشت، عنایت داشت، دیگه به خاطر روحیه عاطفی خودشه. نمیتونه ببینه که گرسنگی داره همسایش میکشه، نمیتونه ببینه، نه اینکه وظیفه اخلاقی خودش میده. میگه نون از گلون پای نمیره، وقتی من همسایم گرسنه، بچه های همسایه میان، نون از گلون پای نمیره. توجه میکنید؟ بعضی آدم ها رو دیدید که مثلا اگه توی رستوران بشینن و ببینن از پشت شیشه رستوران ببینن دو تا بچه تو خیابون از تو پیاده رو زل زنن به اینا نگاه میکنن، اینا نمیتونن غذا بخورن دیگه. ترجمه میکنید؟ اینه که میگن یا باید پرده ها رو کشیده باشی تا بتونیم غذا بخوریم، یا باید نارم بیاریم سر سفره خودمون بنشینیم. این لزوماً به معنای اخلاقی بودن نیست. البته اثرش در کاستن از درد و رنج‌های اجتماعی کم از اخلاقی بودن نیست، ولی میخوام بگم این اخلاقی بودن نیست، این عاطفی بودنه که من نمیتونم ببینم دو تا بچه زل زنن به من نگاه میکنن و معلومه که اصلا نون خالی هم ندارن و من بشنم چرا که آب بخورم، من نمیتونم این کارو بکنم. مثلا این یک تلقی. آثار اجتماعیش هنوز نگفتم. آثار اجتماعی هیچ کدوم از این تلقی‌ها رو هنوز نگفتم. الان دارم آثار چیشو میگم؟ فردیشو دارم میگم. تازه نقشی که اینا تو زندگی فردی ما میگذارن، تا بعد ببینیم تو زندگی اجتماعی چه نقشی میگذارن. برسیم به تلقی دوم. تلقی دوم تلقی است که میگه زندگی پس از مرگ وجود داره. ولی اونجا هممون خوش و خرم. هممون شادیم، هممون راضییم و فرق نمی کنه که اینجا آلوده بوده ایم یا پالوده. توجه میکنید؟ آلودگی ها و پالودگی ها و عرض میکنم که زیبایی ها و زشتی ها و خوبی ها و بدی ها با مرگ علی‌السویه میشه. درسته؟ خب این تلقی چیه تأثیر رو زندگی میگذاره؟ تمام تأثیر این تلقی روی زندگی که بگن آقا اگه بزرگترین جنایتکار باشی، بزرگترین قاتل زنجیره ای باشی، وقتی که رفتی مثل فرانسوای آسیزی زندگی میکنی، توجه میکنی؟ مثل بودا زندگی میکنی که یک پشه را هم اجازه نمیداد تو دهنش پشه بمیره. عرض میکنم که ماسک میزد که یه وقت در حین صحبت کردن یه پشه زنده ای وارد دهنش نشه و حیاتش ازش بگیره. میگه نه، تو قاتل زنجیره ای هم باش، پلپوت هم باش، مثل بودا. خب این وقت تو زندگی آدم چه تاثیر میذاره؟ اگه آدم بگه که خب پس اون طرف پلپوت و بودا با هم فرق نمیکنن. اول به نظر میاد که فی باد نظر، به نظر میاد که خیلی وضع خراب میشه اگر چیزی باشه. اگه همش تلقی کسی داشته باشه میگه خب حالا که اینجوره بزن بریم. ترجمه میکنیم؟ هر کار خواستیم بکنیم، ما که بهترین و پاکیزه ترین و قدیسانه ترین زندگی ها رو بکنیم، با وقتی که پلش ترین زندگی ها رو میکنیم اون وردمون مساوی دیگه. مگه صفیحی؟ مگه ابلهی؟ مگه خلوچلی که بیاییم اینقدر به خودمون فشار اینجا بیاریم و احکام و قواعد و مقررات رو رعایت کنیم و ملتزم به قانون باشیم، ملتزم به نام اخلاق باشیم؟ نه، اول این به نظر میاد، ولی این غلطه. چرا؟ برای اینکه رمز این که میگن وقتی اونجا میریم همه خوشیم چیه؟ این اول بفهمیم. اونایی که قائل به این بودن در طول تاریخ، چه در فرهنگ‌های شرقی یعنی فرهنگ‌های هند و چین و ژاپن، و چه در فرهنگ‌های غربی مثل فرهنگ‌های یونان و روم و مصر و اینها، و چه تو فرهنگ ما ایرانیان که وسط شرق و غربی، اونایی که تو این فرهنگ‌ها قائل بودن به این که رحمت عام وجود داره و تا مردیم هممون مشمول رحمت عام الهی ایم، توجه می‌کنید؟ چطور تونستن به این نظریه قائل بشن؟ مگه اونور با اینور چه فرق میکنه؟ اگه خدا رحمت عام میخواست داشته باشه، خب اینجا رحمت عام خواست داشته باشه. توجه میکنی؟ چجوره اینجا اینقدر ما فشار داریم؟ البته در ایران
ما که فشار نیست، اون جایی که فشار دارن. چرا ما اینقدر اینجا فشار میبینیم؟ اون وقت عرض کنم که اون بر همه خوبی، خب اینجا میتونستیم همه خوب باشیم. توجه میکنیم این که نمیتونه یه بامود و هوا باشه. اگه رحمت عام الهی وجود داره، خب باید شامل حال دنیا هم بشه، و اگه وجود نداره شامل حال آخرت هم نمیشه. اونایی که قائل به اینن مسلماً یک بامود و هوا حرف نمیزنن، حرفشون یه منطقی پشتشه. میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه ما در اینجا دستخوش تفردیم. ترجمه میکنید؟ من خودم رو غیر از ایشون میدونم، ایشون خودشون رو غیر از ایشون میدونن، ایشون خودشون رو غیر از من میدونن. ما اینجا ایگو داریم. توجه میکنید؟ میگم من، تو، او. توجه میکنید؟ خانه من، خانه تو، خانه او. اینه که اینجا را این محنت کرده کرده که کرده. توجه میکنید؟ رمز این که اونجا همه شادن به خاطر اینکه اونجا همه قطره های جداگونه میپیوندن به چی؟ به هم، و باز اقیانوس اولیه درست میشه. رمزش اینه. به زبان ساده قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. ما اینجا بدبختی داریم و آفتاب بهمون میتابه، بخار میشیم، باد به وزه از بینمون، برای بخاطر اینکه قطره ای. قطره تا قطره است بدبختی داره. اگه قطره خودش به اقیانوس رسون میشه جزء اقیانوس، اقیانوس نه دیگه از خورشید لطمه میبینه نه از باد لطمه میبینه. توجه میکنی؟ بله. اگر شما بگید خودتون یک قطره بدونید و ایشون یک قطره و ایشون یک قطره، خب سود این قطره لزوما سود این قطره نیست، سود این قطره هم لزوما سود این قطره نیست، بلکه چه بسا برعکس یه بازی الله کلنگی تو زندگیمون فراهم میشه که اگه من بخوام برم بالا، آقا رو باید بیارمش پایین، و اگه نخوام بیام پایین نذارم، نباید بذارم آقا بره بالا. یه زندگی الله کلنگی که اگه یکی رفت بالا حتما باید دیگه بیاد پایین، و اگه این پایینی خواست بره بالا حتما اون که از بالا باید بیاد پایین، حافظه و رافعه باید بشه. ناجو میکنی؟ یک کسی باید خفص بکنه تا یک کسی رفع بکنه، یک کسی رفع بکنه یک کسی دیگه خفص بکنه. زندگی الله کلنکی. اما وقتی که ما همه قطعه رو ریختیم تو اقیانوس، دیگه سود و زیانمون سود و زیان چیه در واقع؟ مشترک. هر چیزی به سود توه به سود منم هست، هر چیزی به زیان توه به زیان منم هست. بنابراین کسانی که در شرق و غرب قائل بودن به این نظریه، یه تفاوتی میدیدن بین دنیا و آخرت، و این تفاوت بود که اونجا رو میکرد سر تا سر شادی و خوشی و رضایت و لذت، و اینجا رو میکرد ناشادی و ناخوشی و عرض کنم که عدم رضایت و علم. میگفتن اینجا به خاطر اینکه هر کدام از ما یه ایگویی داریم، توجه میکنید، و میخوایم از منافع این ایگو در برابر منافع سایر ایگوها دفاع کنیم. توجه میکنید؟ خب من یه خودی برای خودم اینجا قائل بودم به گفته روانشناسان یه ایگو، این خود رو دوست داشتم، حب ذات. حب ذات یعنی این دیگه، این خود رو دوست داشتم. وقتی دوستش داشتم این حب رو، از این حب ذات یعنی خود دوستی یه فرزند زاییده میشد و اون سیانت ذات بود. وقتی خودم رو دوست داشتم میخوام به هر قیمتی خودم رو حفظ کنم، از این سیانت ذات دو تا فرزند زاییده میشن، یکی جلب نفع، دیگری دفع ضرر. میخوام یه جوری زندگی کنم که هر چی نفعه بیا تو جیب من، هر چی ضرره از جیب من بره بیرون. اینجوری میخوام زندگی کنم. خب شما هم که مثل منید، خب شما هم که مثل منید، شخص ثالث هم که مثل ما دوتاست، شخص رابع هم که مثل ما ستاست، هر کداممون بر خودمون تو عالم ما 8 میلیارد یک ایگو داریم. من میخوایم از این ایگو در برابر ایگوهای دیگه دفاع کنیم، چون هر کسی ایگوی خودش رو دوست داره، حب ذات داره، و هر کسی میخواد ایگوی خودش رو سیانت بکنه، و هر کسی میخواد به ایگوی خودش بیشتری نفع ممکنه برسونه و کمترین زیان ضرر ممکن رو. و چون ایشون هم همین فکر رو میکنن و ایشون هم همین فکر رو میکنن، ما هممون از هم جداییم، و چون همه ما از هم جداییم، دنیا این میشه که الان هست، این میشه که الان هست که مشکل داریم دیگه. نه میتونیم درست نیازهای جسمانیمونو برآورده کنیم، نه میتونیم نیازهای
ذهنیمونو برآورده کنیم، نمیتونیم نیازهای روانیمونو برآورده کنیم و نمیتونیم نیازهای ارتباطیمونو برآورده بکنیم. چرا؟ جهان یه بازاریه که تو این بازار هر کسی میخواد جنس خودشو به گرون‌ترین قیمت بفروشه، هر کسی هم میخواد جنس دیگری رو به ارزون‌ترین قیمت بخره. خب این معلومه که دیگه چی میشه دیگه. وقتی بازاری باشه که من میخوام جنس خودم رو به گرون‌ترین قیمت ممکن به شما بفروشم، شما از اون طرف میخواید به ارزون‌ترین قیمت از چنگ من در بیاری جنسمو. خب این معلومه که نزاع اینه که منشأ این همه نابسامانی و رنج و نکبت و ادوار و مشقت و مرارت اینه. اونجا همه ایگوها، این قطره هایی که هر کدامشون داشتن بر خودشون قطرگی میکردن، همه میپیوندن به اقیانوس. وقتی میپیوستن به اقیانوس دیگه من تو او نداریم، خانه من خانه تو خانه او، نفع من نفع تو نفع او، ضرر من ضرر تو ضرر او نداریم. اونجا هممون یک واحدیم. توجه کنید، شما دقت اینو بکنید که همین یک درخت اگر اجزای این درخت ندونند که یک کل رو دارن میسازند، یعنی اگر ریشه درخت، ساقه درخت، شاخه های درخت، شاخه های کوچک هر شاخه درخت و باز شاخه های کوچکتر و شکوفه های اون درخت و جوانه های اون درخت و گلهای اون درخت و میوه‌های اون درخت و برگای اون درخت همه‌شون ندونن که سرنوشت واحد دارن، ببینید چه بلبشویی میشه. تجربه کنید، این برگه میخواد همه نور و حرارت خورشید رو به طرف خودش جذب کنه، اون برگه میخواد به طرف خودش جذب کنه. تجربه کنید، و این جوانه فکر خودشه، اون جوانه فکر خود دیگرشه، اون شکوفه فکر خودشه، اون شکوفه فکر خودشه. خب این که معلومه که چه بلبشویی میشه. اما میدونی چرا بلبشو نمیشه؟ چون انگار به صورت ناآگاهانه همشون میدونن که سرنوشتشون مشترک، هممون یه درخت رو ساخته ایم. اگه این درخت پژمرده شد هممون کمابیش زیان میبینیم، و اگه این درخت بانشاد شد هممون به یک اندازه سود میبینیم. چون فهمیدن یه کلی به نام درخت رو میسازند و همشون تو سرنوشت این درخت شریکن، بنابراین وقتی ریشه با نشاطه همشون با نشاطن. راجع می‌کنید، وقتی میوه‌ها سالمن کل درخت سالمه. راجع می‌کنید، اما اگر اینو نمی‌دونستن، توجه به تعبیر زیغ خناقی من، به تنگنای زبانی دارم میگم، اگه نمی‌دونستن اون وقت هر برگی می‌خواست گلیم خودش از آب بکشه بیرون، اون میوه هم گفت من گلیم خودم خواهم از آب بکشم بیرون، اون برگم همین رو میگفت، اون ساقه و اون شاخه و وقت ببینید این درخت چه بر سرش در میومد. ما انسان ها اینجا مثل اون ریشه و ساقه و شاخه ها و شاخه ها و شاخک ها و اینا میمونیم. توجه میکنید، و هر کدامون میخواییم به طرف خودمون بکشیم. من میخوام گلیم خودم از آب بیرون بکشم، ایشون میخوان گلیم خودشون از آب بکشن، و حالا اگه اینم بود مشکل نبود، اگه گلیم من از آب کشیده شد گلیم ایشون تلاپی میفته تو آب، و اگه گلیم ایشون بخواد تو آب نیفته باید گلیم من یک مقدار بیفته تو آب. واقعه اینه که اینجوریه. بنابراین رمز این که ما میگیم، ما یعنی اینه که اون قول میگن، میگن در اونجا همه در بهجتن، چون همه قطره ها به اقیانوس میپیوندن، به دریا میپیوندن، اون وقت سرشت مشترک دارن. چون سرشت مشترک دارن، سرنوشت مشترک دارن. هر دوتا موجودی که سرشت مشترک پیدا کردن، سرنوشتشون هم مشترک میشه. خوبی این به خوبی اون میانجامه، خوبی اینم به خوبی این میانجامه. اگه به این ضرر رسید به اونم ضرر رسیده، به اون ضرر رسید به اینم ضرر رسید. درسته؟ میگن رمزش اینه. خب این رمزش اینه رو امروز ما به این شسته رفتگی میگیم. قدما به جای این که بگن ایگوهای ما منحل میشه در یک ایگوی کیهانی، در یک سلف کیهانی، بیشتر از یه تعابیر استفاده میکردن که اون تعابیر امروز به مذاق ما خوش نمیاد. مثلا میگفتن وقتی از جسم رهیدی، میگفتن رهایی از جسم، اما در واقع رهایی از جسم یعنی رهایی از همین چی که ما میگفتیم الان، همین ایگو. یعنی ما اگر از فردیت خودمون بتونیم بگذاریم و بفهمیم ما همه سوار یه قایقیم، اصلا سوار یه قایق هم نیستیم، اونم تعبیر خوبی نیست، اصلا ما یه قایقیم نه سوار یه قایقیم. توجه می‌کنید، ما همه اون یه قایق رو ساختیم که این قایق اگه غرق شد غرق میشه، اگر
به ساحل رسید به ساحل میرسه. اونجا چون اینو میفهمیم هممون در سروریم، چون با هم تنازع نداریم. بنابراین رمز این که دنیا داره تزاحمه اینه که اینجا هر کسی یه ایگو داره و فکر میکنه این ایگو فاصله داره با ایگوهای دیگه. اما این که اونجا اینجور نیست به خاطر اینکه این ایگو، همه ایگوها رفتن یه ایگوی بزرگ کیهانی درست کردن، یک خود کیهانی یا بگیم من کیهانی درست کردن. توجه میکنی؟ اینو به دو صورت میشه گفت. یکی به این صورت که آقا این دیواری که دور خودم من کشیدم اینو خراب کن، شما هم دیواری که دور خودتون کشیده اید خراب کنید، ایشون هم دیواری که دور خودشون کشیدن خراب کنن، بعد میبینیم که هممون توی خونه داریم زندگی میکنیم. این که فکر میکردن منم و اون همسایه و همسایه بغل دستی اون بغل دستی، به خاطر اینکه دیوار وجود داشت. اگه این دیوار رو خراب کنیم همون کجا داریم زندگی میکنیم؟ همون داریم رو کره زمین زندگی میکنیم مثلا، درسته؟ دیوار رو از بین میبریم. یکی اینو میشه گفت که بابا دیوارهای ایگو رو چیکار کنیم؟ خراب کنیم. من خراب میکنم، شما هم خراب کنید، اونم خراب میکنه. یه جور دیگه هم میشه تعبیر کرد. آقا این ایگوتون رو، این دیواری که دور خودتون هست اونقدر گنده کنید که بقیه موجودات هم تو ایگو شما جا بگیرن. یعنی دیوار رو دیگه به طولانی ترین حد ممکن برسونید، همه اینو توش قرار میگیرن. من گاهی وقتا واقعا اینه که میگم به یادم میاد، یعنی به خودم میگم، البته حرف عقلانی است، میگم خدا این کانگوروها هستن که بچه‌هاش نمیذارن توی یک کیسه ای با خودشون میبرن، میگم من فکر میکنم این هستی رو درست کرده که بگی که آقا میشه آدم دیگرانم جزء ایگوی آدم میشه. این کانگوره، این بچه که اصلا فکر نمیکنه این بچه موجود دیگه یا بچه‌ش هم توشه. توجه میکنی؟ بچه‌ش هم توشه. حالا شما بتونید یک کیسه ای به خودتون آویزون کنید که تمام 8 میلیارد آدم روی زمین بیان توش. توجه میکنی؟ اینجا به جای اینکه بگم ایگو رو دیوارشو خراب کرده اید، اومده دیوار ایگو رو چیکار کرده اید؟ اونقدر وسیع کرده اید. نظیر اینو در رفتار مادران با فرزندانشون میشه دید. توجه میکنی؟ ببینید من برای دوستم یه هدیه میخرم. توجه میکنی؟ میرم مثلا با شما میریم بریم یه جایی، بعد میریم توی کفش فروشی، میبینم یه کفش خیلی خوبی شما پسندتون شده، من پولم به یک جفت کفش خودم میرسه، بعد میگم بذار این رفیقمون رو خوشحالش کنیم، من از کفش خریدنم صرف نظر میکنم، پول یه جفت کفش رو میدم، بر شما یه جفت کفش میخرم. تا وقتی این واقعه یادم میاد چی میگم به خودم؟ میگم یک جفت، یه مثلا فرض کنید که 500 هزار تومان پول داشتم، حالا من از قیمت کفش حتی خبر ندارم، یا پرت و پلا نگفته باشم، میگم 500 هزار تومان پول داشتم، میتونستم بر خودم یه جفت کفش بخرم، اما ایثار کردم، دیگری رو بر خودم مقدم کردم، به جای که بر خودم کفش بخرم بر دوستم خریدم. میدونید چرا میگم ایثار کردم؟ چون دوستم و غیر خودم میدونم. میگم برای خودم نخریدم، برای دوستم خریدم. حالا یه مادر رو در نظر بگیرید که با دخترش میره بره توی کفش فروشی. توجه میکنید؟ 500 تومن پول داره، میبینه دخترش یک کفشی رو خیلی دوست داشته، میخواسته این 500 هزار رو بر خودش کفش بخره، بر دخترش بخره. تو را که میاد چی میگه؟ میگه کفش بر خودم خرید. چون بچه رو خودش میدونه. میدونی؟ بچه رو خودش میدونه. دیگه مثل اون دوست نیست. نمیگه که میشد بر خودم بخرم اما بر دخترم خریدم چون من اهل ایثارم. میدونی چرا؟ چون لذت بچه لذت خودش، یعنی وقتی میبینه کفش رو او پوشیده از وقتی که خودش پوشیده بیشتر خوشحاله. میدونی چی میگم؟ اینجا نمیگه من ایثار کردم، نمیگه که چقدر من از خودم گذشتم، چون میگه اصلا بچه‌م خود منه. حجم میکنی؟ این حالت روانشناسان میگن در مادر هست، اگر در انسانی وجود داشته باشه نسبت به انسان دیگری، در مادر حتما نسبت فرزندانش هست. حالا بعضی گفتن در پدرم هست، بعضی در مورد پدرش شک دارن، ولی بالاخره این هست. مادری نمیگه که من میشد این ساندویچ رو خودم بخورم ولی خب چقدر ایثار من میکنم. نه بابا، باور کنید وقتی بچهش میخوره بیشتر از وقتی که خودش میخوره داره لذت میبره. اینکه اصلا ایثار نکرده. حاجی میکنی؟ ایثار نکرده.
این لذت کمتر رو داده، لذت بیشتر گرفته. اگه خودش میخورد چند واحد هدون، چند واحد لذت میبرد، حالا که بچهش داره میخوره دو اون مقدار واحد هدون و واحد لذت داره. ببینید اینجا میدونی چرا؟ چون مادر ایگوش با ایگوی بچهش اومده تو ایگوی خودش. نجوم کنی؟ انگار مثل اون مادر کانگروه میمونه که بچهش هم تو خودش انات میکنه. این حالت هست. حالا اگه کسی بتونه اینجوری باشه، انات میکنی؟ که مثل ابوالحسن خرقانی، درسته؟ که قریبه به این مضمون میگفت دیگه، میگفت که من از پای دیوارهای چین تا پشت دروازه های اندلس، اون وقت جهان رو فکر میکردن از چین شروع میشه میره تا اندلس، هر که در هر بیابانی خاری به پاش بره، اون خار در دل من رفته است. یعنی ایگوم اینقدر گنده شده، توجه میکنی؟ که تو پای هر مسافری در هر جای جهان یه خاری بره، اون خار رفته صاف تو دل من. توجه میکنی؟ اینو چی میخوای تعبیر کنی؟ میخوای بگید ایگو نداشت؟ میتونی بگید ایگو نداشت ابوالحسن خرقانی. میتونستم بگید ایگوش اونقدر وسیع کرد که همه موجودات، توجه میکنی؟ به گفته اون متفکر آلمانی گفت دل من پر جمعیت ترین شهر جهان است، چون هر 8 میلیارد انسانی روی زمین تو دل من زندگی میکنه و نفع اونها نفع من و ضرر اونها ضرر من. توجه میکنی؟ خب این تلقیه. حالا اگر این تلقیه که رمز تفاوت دنیا و آخرت در اینه که در دنیا ایگوهای خیلی کوچکی ما داریم، یه دیواری دور خودمون کشیده، روز به روز هم تنگترش میکنیم و به این جهت داردار تزاحم شده و به این جهت که روی نیکبختی رو نمیبینیم، روی اقبال رو نمیبینیم، روی عرض کنم خوشی و شادی و لذت و رضایت رو نمیبینیم و اونجا به این جهت روی خوشی و شادی و لذت و رضایت رو میبینیم که این ایگو رو خراب کردیم، این دیوارهای دور خودمون رو پرت کردیم بیرون. توجه میکنید؟ کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق. مولانا میگفت، مولانا میگفت تا دیوار دارید میگید دیوار آفتاب دیوار ما آفتاب همسایه. امروز آفتاب دیوار ما بیشتر از آفتاب همسایه بود، امروز آفتاب همسایه بیشتر از آفتاب ما. حالا این دیوارا رو خراب کنید، وقت آفتاب کی بیشتر از آفتاب کیه؟ یه آفتاب مال هممونه. توجه میکنید؟ خب اگه اینو بگیم، وقت میدونی این تلقی نتیجه چی میشه؟ که اگر رمز این که ما اونجا که هستیم به این جهت خوشیم، پس تو همین دنیا هم هر چه این کاره بتونیم بکنیم خوشتر. عجب کنی؟ و اینه که میبینید عرفا بیشترین رأفت رو نسبت، چون عرفا دیدشون همون دیدی که گفتم، دید رحمت عامه. اونجا رمزشو فهمیدن چی؟ میگن اگه بناز اونجا به خاطر اینکه ایگوامونو خراب کرده ایم، یا ایگوامونو اونقدر گنده کردیم که همه آدمیانو، حتی همه حیوانات، همه جمادات، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب اگه اینجوره و رمز اینکه اونجا اینقدر خوشیم اینه که ایگومون اینجوری شده، خب همینجا هم ایگو رو اینجوریش بکنیم، شاید اینجا مقدار از اون خوشی اونجا رو تا اون مقدار که میشه مقدوره بچشیم. اینه که اخلاق عرفانی بیشتر تکیهش بر همینه که اینجا هم مثل اونجا باشیم، تشبه کنیم به اونجا. حالا که فهمیدیم رمز شادی و رضایت و لذت و خوشی اونجا اینه، اون رمز رو اینجا هم پیاده کنیم، البته در حدی که میشود، در حدی که میشود، ممکنه اینجا نتونیم به اندازه اونجا بکنیم، ولی در حدی که میشه. خب وقت در حدی که میشه، یعنی هر چقدر من منافع شما رو منافع خودم بدونم و مزار شما رو مزار خودم بدونم، وقت اینجا خوشتر زندگی میکنم، با لذت بیشتر، با رضایت بیشتر زندگی میکنم و با شادی بیشتر زندگی میکنم. اگر لذت میخوام یا خوشی میخوام یا شادی میخوام یا رضایت میخوام، اینجا بیام فیلم اونجا رو لاقل بازی کنم. حالا اگه نمیتونم دقیقاً مثل اونجا باشم، توجه میکنی؟ یعنی قطره یه وقت به دریا میپیونده آخرت، یه وقت هم همینجاست اما چنان زندگی میکنه که گویی به دریا پیوسته. توجه میکنید؟ یه شمه ای از اون خوشی، اون شادی، اون لذت
توجه میکنید؟ و اون رضایت اینجا هم حاصل میاد و البته هر چه بیشتر بیشتر. صفر و یکی هم نیست که بگیم یا محکومی به این که همه ی درد و رنج رو داشته باشیم یا همش از دستمون میره. نه، اگه فتیله انانیت رو یه مقدار پایین کشیدید به همون مقدار فتیله شادی باید کشید میشه. بازم بیشتر فتیله انانیت رو پایین کشیدیم، انانیت همون ایگوه ها، انانیت که قدمای ما میگفتن همون ایگوه. این فتیله انانیت رو هرچی پایین میکشیم فتیله اون شادی و خوشی و لذت و رضایت بالا کشیده میشه. هرچی هم فتیلهش رو بالا میکشیم، دیدیم هم دیگه، راجعه میکنید به میتران، فرانسوا میتران در اواخر عمرش به یک دوستی که در دوران دبیرستان با هم کلاسی بودن، اون دوست شده بود یکی از بزرگترین الهیدانان فرانسه، نمیدونم زنده است یا اونم وفات کرد. وقت در اواخر عمرش که فرانسوا میتران مبتلا شد به سرطان و فهمی سرطان لاعلاجه، خیلی حالش عوض شد، تحقیق کرد که اون دوستم کجاست. یکی از بزرگترین الهیدانان فرانسه بود، گفت که چند روز بیاد مهمان من باشی. خب بعد حالا لااقل همش که فکر نکنم، ولی بعضی از آنچه که بین این دوتا گذشته در این روزهای آخر کتاب شد. اون وقت یک جا میتران به این الهیدان، به این رفیقش میگه که زندگی پس از مرگ چی، از زندگی پس از مرگ میدونی؟ میگه من چیز چندانی از زندگی پس از مرگ نمیدونم، ولی از مرگ چیزایی میدونم. میگه خب از مرگ چیزایی بگو راجع به من راجع که استفاده کنم. میگه رئیس جمهور، جناب رئیس جمهور، یک چیز من میدونم، فرماندهان تنها میمیرن اما سربازان دوره هم میمیرن. راجب میکنی؟ میدونی چرا؟ چون فرمانده ایگوش خیلی چیه؟ خیلی محکم دور خودش ایگو داره، تشریک مسائل. اما این سربازایی که تو این چاله چوله ها و این سنگر ها و فلان دور هم اند و در عذاب هم مشترکند و در فشاری که میبینند و در گرسنگی و تشنگی و زخم و اینا، و یه مقدار ایگوهاشون کمتر شده چون به داد هم میرسند، گفت ایگو، گفت سربازان در جمع میمیرند اما فرماندهان در تنهایی میمیرند. این معناش همینه، سربازا بهتر زندگی میکنن، نه به جهت اینکه فیزیک زندگیشون بهتره، اتفاقا وضع ابجکتیوشون به مراتب بدتر از وضع ماییست که تو خونه هامون زندگی میکنیم، اما وضع سابجکتیوشون بهتره، ایگوهاشون لرزان شده، میدونی ترکیده، این دیوار دور خودشون کشیدن کنار. توجه میکنید؟ الان اون سر میره جانشو به خطر میندازه برای اینکه اون سربازو یه جوری بکشه جسدشو بیرون که اگه به بیمارستانش برسونن، با اینکه خودش هم میدونه که احتمالی که بمیره هست، همین زندگی رو بهتر میکنه. توجه میکنید؟ هر چه من بتونم این کارو بیشتر ادامه بدم، خب این بهتر خواهد شد. خب از این نظر اگر شما قائل به نظریه ای که حالا تو فرهنگ مسلمانان بهش میگن رحمت عام راج میکنی و به اسمش کاری نداریم، معناش اینه که زندگی آن جهانیه، ما همه سرشار از شادیه و خوشیه و لذته و رضایته، اگر رمزش این باشه وقت میشه همینجا هم تقلید کنی و خود شما تقلید کردید در اینجا، خود هر کدوم از ما تجربه داریم در اینجا، تجربه های کوچکی داریم که وقتی ایگوی خودمون رو فراموش میکنیم، یعنی وقتی که من تو یک روز مثلا سرد زمستانی دست یه پیر زنی رو میگیرم در یخ و یخبندان و نیم متر برف، از یک این برای خیابون میرسم اون برای خیابون برم در خونه تحویل پسر و دختر و نوه و ایناش میدم، راجع میکنی؟ که نه میشناسمش که بگم به خاطر یه کمک هایی که قبلا بهم کرده دارم بهش کمک میکنم، نه اون منو میشناسه که بعد بره تمجید کنه از من جایی و من رو به عنوان یادم نیکوکار همه دیگه بشناسن، توجه میکنید؟ و هیچ کس هم تو راه نمیاد منو ببینه که من دارم دست این پیرزن رو میگیرم، توجه میکنید؟ دیگه هم این پیرزن رو نمیبینم، این پیرزن رو من نمیبینه، اسمم هم بهش نمیگم. وقتی میرم تحویل بچه هاش میدمش، وقتی برمیگردم شما یه شادی عمیق در درون خودتون احساس میکنید، شادی عمیق که اگر تریلیارد ها درآمد داشته باشید شادی با اون عمق احساس نمیکنید، چون اون وقت تو اون لحظه لااقل تو اون سناریو لااقل ایگوی شما نیست، چون در اون کار نه برای شما ثروتی پیش میاد، نه شهرتی، نه قدرتی، نه احترامی، نه آبرویی، نه محبوبیتی،
نه یه جایی به شما یه جایزه میدن، یه لوحه تقدیری بهتون میدن، اینا که هیچ نیست، هیچ کدوم از این 7-8 چیز نیست، ولی این کارو میکنید. چون این 7-8 چیز نیست، یعنی چون این کار شما برای شما ثروت نمیاره، شهرت نمیاره، قدرت نمیاره، احترام نمیاره، آبرو نمیاره، محبوبیت نمیاره، لوح افتخار نمیاره، ولی بازم میکنید، یعنی ایگو تو این لحظه لااقل نیست، تو کار نیست. وقت میبینید چه شادی عمیقی آدم احساس میکنه، توجه میکنید که این شادی رو هیچ وقت نمیتونید به راههای دیگه به دست بیارید. میخوام بگم مستوره ای از این، نمونه ای از این رو ما تو زندگی های خودمون هم تجربه میکنیم که وقتی برای کسی بدون هیچ گونه پاداشی، بدون هیچ گونه توقعی، بدون هیچ گونه حتی سپاسگزاری ازش توقع نداریم، توجه میکنید، و میریم کمک بهش میکنیم فقط به خاطر اینکه میگیم یه انسانی رو من باید از درماندگی بیرون بیارم، از بیچارگی بیرون بیارم، میبینید چه شادی داریم. بخواد که اون لحظه ایگو تو با ایگو او چند تا شده یکی، یعنی نفع اون رو نفع کی میبینی؟ در واقع نفع خودت، نفع خودت و نفع اون میبینی، بین خودت و اون مغایرتی نمیبینی. اینم خدمت عرض کنم که تلقی دوم. اما تلقی، خب این حالا اگر بخوایم، اینم فقط اشاره بکنم ولی نمیخوام به بحثم چون مربوط نمیشه دیگه، نمیخوام، اگه بخوایم این کارو بکنم تو این دنیا، بخوام ایگوی خودم رو فراموش کنم یا ایگومو اونقدر وسیع بکنم که همه شما توش جا بگیرید، چیکار باید بکنم؟ یعنی آدما چیکار میکنن که بعضیشون اینجوری میشن؟ حنات میکنید؟ این یک بحث خیلی گسترده‌ای داره که من جاهای دیگه هم مقدار گاهی گفتم، ولی به بحثم الان ربطی نداره. اگر یه وقتی فرصتی شد در پایان جلسه سوم که اون وقت ممکنه اینم بگم که خب حالا چه راهی وجود داره که اینجوری من بشم؟ من که الان منفعت خودم رو فقط منفعت خودم میبینم، منفعت شما رو منفعت خودم نمیبینم، مزار شما رو مزرعت خودم نمیبینم، چی کار کنم که یه روزی بتونم شما که خوشحال میشین منم خوشحال بشم؟ فقط به خاطر خوشحالی شما، نه به خاطر که بعد میرید از من یه جایی تمجید میکنید، نه، وقتی میبینم شما میخندید من خندم میام، وقتی میبینم شما گریه میکنید من متأثر میشم، چجوری این کارو من بکنم؟ اینم تلقی دوم بود. این چگونش میمونه حالا اگر شد من آخر جلسه سوم، جلسه بعدی رو خواهم. و اما تلقی سوم و چهارم، تلقی سوم و چهارم هر دو در یک جهت مشترک بودن، و اون که میگفتن کم و کیف زندگی اونورمون تحت تأثیر کم و کیف زندگی اینورمونه، بسته به اینکه اینجا چجوری زندگی کنیم در اونجا، یه چه به صورت معاد چه به صورت تناسخ و بازگشت مجدد به دنیا، نتیجهشو میبینیم. این همون چیزی که بهش میگن اندیشه کرمه، درسته؟ این اندیشه کرمه که اینجا اینجوری. خب اندیشه کرمه، من فعلا به صدق و کذبش کاری ندارم. آیا واقعا اینجوریه؟ آیا تناسخ وجود داره مثلا؟ آیا دلیلی ما داریم برای اینکه تناسخ وجود داشته باشه؟ خب خیلی ها معتقدن در ادیان شرقی و فلسفه های شرقی که تقریبا همشون به تناسخ قائلن، اما در فلسفه های غربی و عرض کنم که ادیان غربی، ادیان ابراهیمی، ادیان موسوی، جز به ندرت کسی به تناسخ قائل نشد. مثلا در میان متفکران ما، من فقط یک متفکر مسلمان می‌شناسم که این قائل به تناسخه، ولی بقیه قائل به تناسخ نیستن، ولی خب به معاد قائلن. حالا کاری ببینن که اصلا معاد و تناسخ ادله مثبتشون چی هست و آیا بیش غلبه دارن بر ادله نافی یا غلبه ندارن. آیا معقول ما قبول کنیم که زندگی پس از مرگی هست، چه به صورت بازگشت مجدد به این جهان و چه به صورت رفتن و بازنگشتن، یا نه؟ به اونش کار ندارم، فقط میخوام ببینم اگه کسی این تلقی داشته باشه، این رو زندگی فردی اینجا چه تأثیری میذاره. خب اول چیزی که اینجا وجود داره اینه که زندگی اون جهانی رو میگی تحت تأثیر زندگی این جهانیه. تحت تأثیر چیه زندگی این جهانیه؟ درسته؟ خب زندگی این جهانی ابعاد وسیع داره، چیشه که تعیین میکنه وضع ما رو در اون زندگی اون جهانی؟ عنایت میکنی؟ چه چیزیه که تعیین میکنه که وضع اون جهانی من خوب باشه یا وضع اون جهانی من بد نباشه؟ چی تعیین میکنه؟ در اینجاست که نظریات مختلفی اظهار شده. چه
چه در میان معادیان چه در میان تناسخیان. توجه میکنید؟ و من بعضی از این نظریات رو توی مقاله سالها پیش تحت عنوان درد از کجا رنج از کجا 8 نظریه شو در این باب گفتم. مثلا بعضی ها میگن که آقا اگر اینجا خوشنودی خدا رو جلب کردید اونجا وضع خوش و رضایت بخشی خواهید داشت، اما اگر اینجا خشم خدا رو جلب خودتون کردید و معطوف به خودتون کردید اونجا وضعتون نابسامان خواهد بود. یعنی بحث رو میارن روی خشم و خوشنودی خدا، روی رضا و غضب خدا، که تو اینجا طبق جوری زندگی میکنی که رضای خدا رو داری جلب میکنی یا غضب خدا رو، خشم خدا رو یا خوشنودی خدا رو. گاهی اینو به تعبیر دیگه میگن بسته به این که چقدر مطیع خدا باشی و چقدر عاصی باشی، چقدر اطاعت کنی از اوامر و نواهی الهی، چقدر اسیان کنی نسبت به اوامر و نواهی الهی. بعضی اینجوری میگن به جای اینکه ببرن روی دوتا احساس و عاطفه خدا، یعنی خشم و خوشنودی، میبرن روی امر و نهی خدا، میگن خدا آمر و ناهیه، هر چی ما این امر و نهی های او رو بیشتر رعایت کنیم و پاس بداریم وضع اونجامون بهتر و بالعکسش هم بدتر. بعضی نه، رو امر و نهی خدا نمیبرن، میبرن روی فعل و ترک خدا، میگن هر چی اینجا شبیه تر به خدا زندگی کنید و کارهایی که خدا میکنه شما هم بکنید، کارهایی که خدا نمیکنه شما هم نکنید، اونجا زندگیتون بهتره، و هر چی اینجا تشبهتون به خدا کمتر باشه، میگن تشبهو بالله، شبیه خدا بشی تا اونجا وضعیت خوب باشه، یا گاهی میگن تخلقو به اخلاق الله. اینجور میگن بعضیا اصلا از خدا میان بیرون، میگن هر چی اینجا آدم خودش رو بیشتر بشناسه اونجا وضعش بهتره، و هر چی خودشناسی آدم کمتر باشه. ببین اینجا دیگه بس خدا نیست، بس خودشناسیه، میگن خودناشناسی که آدمو بیچاره میکنه. هر چی آدم خودش اینجا بیشتر بشناسه طرز زندگی در پیش میگیری که منجر به سعادت اونور میشه، هر چی کمتر خودشو بشناسه طرز زندگی در پیش میگیری که منجر به شقاوت اونجا میشه، شقاء اونجا. نظریات مختلفی وجود داره. این نظرات حتی 8 تا که من اونجا در اون مقاله نوشتم نیست، ولی واقعا بیشتر از مهمش بیشتر از این 8 تا نیست، ولی یک چیز تقریبا در همشون مشترک، و اون که وقتی همه این نظریات رو و آراء صاحب نظران این نظریات رو دنبال میکنید ببینید اخلاقی زیستن رو همشون میگن، چه اون که به تقرب الالله قائل، تشبه به خدا، تخلق به اخلاق الله، اطاعت از خدا، خشم خدا رو برنیانگیختن، خوشنودی خدا رو برنیانگیختن، خودشناسی، هر که هرچی بگه از اون تئوری های هشتگانه، ولی اخلاقی بودن رو همشون روش تکیه میکنه. یعنی میخوان بگن این که اونجا چجور باشیم به اخلاقی بودن اینجامون بستگی داره، این دیگه مشترک هست. ولی خب بعضیا غیر از اخلاقی بودن چیزهای دیگه هم میارن، دخیل میدونن در زندگی اون جهانیمون، بعضی فقط میارن روی اخلاقی بودن. توجه میکنید؟ مثلا رواقیون، چه اونایشون که به زندگی پس از مرگ قائل بودن و چه اونایی که به زندگی پس از مرگ قائل نبودن، میگفتن فقط نیکبختی و بدبختی در گرو اخلاقی زیستن، هیچ چی دیگه نه اضافه نمی کردن، فقط اخلاقی زیستن. اما بعضی خب چیزهای دیگری هم می افزاین. مثلا بعضی هم میگن نه، اخلاقی بودن باید با عقلانیت هم توأم بشه، اگر با عقلانیت توأم نشه باز زندگی اون جهانی تو اون زندگی که تصور میکنین ایدئاله، اون زندگی نخواهد شد. اخلاقی بودن به هر حال بچه اشتراک همه این نظریات هست. بنابراین چه اونایی که به تناسخ قائلن و چه اونایی که به معاد قائلن، اخلاقی بودن براشون خیلی مهمه که حواسمون باشه اینجا اخلاقی زندگی بکنه. حالا این که غیر از اخلاقی بودن یک عامل دو عامل دیگه هم مؤثر باشه یا نه میذاریم کنار، اما خود اخلاقی بودن هم باز تصورات مختلف ازش وجود داره. بعضی هم میگن اخلاقی باید باشیم یعنی در ارتباط با خدا و در نتیجهش در ارتباط با خودمون و در نتیجهش در ارتباط با انسانهای دیگه و در نتیجهش در ارتباط با محیط زیست و طبیعت باید اخلاقی زندگی کنیم. یعنی تمام حرفشون اینه که اول آدم باید رابطهش با خدا اخلاقی باشه،
در نتیجه رابطه با خودش اخلاقی میشه، در نتیجه اینکه رابطه خودش با خودش اخلاقی میشه، رابطه خودش با انسانهای دیگه اخلاقی میشه و در نتیجه رابطه خودش با طبیعت پیرامونش اخلاقی میشه. چرا؟ چون مثلا وقتی شما میگن که اتلاف محیط زیست نکنی، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این محیط زیست رو ما انسان‌های دیگه میدونید، پس اینم که محیط زیست رو از بین نمیبریم به خاطر اینکه اخلاقمون رو با انسان‌های دیگه جوری تنظیم کردیم که نتیجه‌ش این میشه که ما محیط زیست هم هر کاری نمیتونیم بکنیم. میبینید این اخلاق یه اخلاق خیلی جامعیه، همه یه چارت ارتباط ما رو در بر میگیره، ارتباط با خدا، با ارتباط با خود، ارتباط با انسان‌های دیگه و ارتباط با طبیعت پیرامون. اما خیلی ها حتی اونایی که به زندگی پس از مرگ قائلند میگن تمام آنچه که ما باید داشته باشیم ارتباط انسان با خودش و با انسانهای دیگه است. اصلا معتقد نیستن ما در قبال خدا هم اخلاقیاتی رو باید رعایت کنیم. میگن ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با انسانهای دیگه مهمه. اصلا معتقد نیستن انسان خدا موجودی باشه شخصوار که ما نسبت بهش وظایف چی داشته باشیم؟ اخلاقی. چون میدونی که وظایف اخلاقی ما نسبت به چیا داریم؟ اشخاص داریم. خدا پرسن نیست اصلا، متشخص و انسانوار نیست که ما وظایف اخلاقی نسبت به او داشته باشیم. و چون خدا رو متشخص و انسانوار نمیدونن، اصلا معتقد نیستن که ما نسبت به خدا هم وظایف اخلاقی داریم. میگن ما وظایف اخلاقی نسبت به خودمونه و نسبت به انسانهای دیگه. این دو دسته است. حالا اگر حرف از وظایف ما نسبت به طبیعت هم پیش اومد، اونم مندرج در ارتباط ما با انسانهای دیگه است. ما این ما فقط خودمون و انسانهای دیگه. خب حالا اگر اینو گفتیم، کدوم یکی از دو تا مهمتره؟ ارتباط انسان با خودش اول مهمه تو اخلاق یا ارتباط انسان با انسانهای دیگه؟ فیلسوفان اخلاق قدیم عموماً معتقد بودن که اول ارتباط انسان با خودش باید خوب بشه، فرع بر اون و سرریز از اون ارتباط انسان با انسانهای دیگه است. ولی اندیشه فراموش شده بود تقریبا، تا اینکه باز در همین قرن بیستم با مسائل کسانی مثل نیکولاس رشر، منطقدان و فیلسوف معروف آلمانی تبار آمریکایی، اینها باز از نو گفتن همونجور که قدما میگفتن ما اول وظیفه اخلاقی نسبت به خودمون داریم. به تعبیر دیگه من اول باید جوری زندگی کنم که خودشکوفایی برای خودم فراهم بیاد، بعد باید جوری زندگی کنم که درد و رنج دیگران رو حتی المقدور بکاهم یا لااقل نیفزایم. توجه میکنید؟ بنابراین میگن خودشکوفایی، که اینو در ارتباط با انسان با خودش به کار میبرن، میگن خودشکوفایی مقدم بر کاستن از درد و رنج دیگرانه. یعنی اول من وظیفه اخلاقی نسبت به خودم دارم که سلف فولفیلمنت داشته باشم، سلف اکچوالیزیشن داشته باشم، خودشکوفا بشم، خودم رو بشکفانم آنچنان که نهفتگیاشو دارم، همه بلقوبگیهای خودم رو به بهترین صورت به فعلیت برسونم که بهش میگن خودشکوفایی. بعد من باید بکاهم از درد و رنج دیگران. توجه میکنی؟ به طوری بعد میگن که اگر به فرض محال، البته به فرض محال میگم، نه اینکه اینجور نمیشه، ولی چنان میگن بعد که به فرض محال اگه شما تا آخر عمرتون تو خودشکوفاییتون موندید، اصلا نوبت به کاستن از درد و رنج دیگران نخواهد رسید. البته گفتن به فرض، به خاطر اینکه هم چیزی پیش نمیاد. توجه میکنی؟ ولی با این همه میخوام بگم اینقدر تاکید میکنه که خودشکوفایی مثل ارسطو گفت اول اخلاق یعنی من چگونه خودم رو بسازم، بعد چگونه با دیگران رفتار کنم. این خودشکوفایی. و بنابراین اول خودشکوفایی، بعد، یعنی به تعبیر دیگری بدهکاری هایی که شما به خودتون دارید مقدم است بر بدهکاری هایی که به دیگران دارید. اول باید بدهی هایی به خودتون رو صاف کنید، اگه چیزی تهش باقی موند بدهید رو به دیگران رو بپردازید. اول من باید خودم رو، توجه میکنید؟ تو متون دینی و مذهبی هم عموماً این تلقی تأیید میشه که اول آدم باید به فکر خودش باشه. توجه میکنی؟ بعد دامنه رو وسیع‌تر بکنه و پردازه به دیگر. ولی بالاخره این تلقی میگه اخلاق دو بخشی، بخش اولش بگیم به خودشکوفایی، بخش دوم میگه کاستن از درد و رنج. کاستن از درد و رنج مؤخر از خودشکوفایی. اما بعضی از فیلسوفان اخلاق، که بیشتر فیلسوفان اخلاق از آغاز عهد مدرن تا اواسط قرن بیستم
از این دسته بودن که اصلا خودشکوفایی رو جزء اخلاق نمی‌دونستن. اخلاق رو در ارتباط با کی می‌دونستن؟ انسان با انسان‌های دیگه. می‌گفتن انسان با انسان‌های دیگه باید اخلاقی داشته باشه. منتها این که وظیفه اخلاقی نسبت به شما چیه؟ خب البته رده داشت. چند جور رده بندی می‌کردن. اینکه خب حالا اگه بناسم من فقط اخلاق به این باشه که با شماها ارتباطم درست باشه، چه جور باید ارتباطم درست باشه؟ چند تا یک دید که میگفت که یعنی با دیگران با عدالت رفتار کن. همین. اگه من عادلانه رفتار کنم با شما، وظیفه اخلاقی نسبت به شما انجام دادم. توجه میکنی؟ خب عادلانه یعنی چه؟ یعنی یک دینار از حق شما رو نخورم، اما به شما هم اجازه ندم یک دینار از حق منو بخورید. عدالت یعنی این دیگه، پاسداشت حقوق. من باید حق خودم رو پاس بدارم، پس نمیذارم شما یک دینار از حق منو بخورید، اما حق شما رو هم باید پاس بدارم، بنابراین به خودم هم اجازه نمیدم یک دینار از حق شما رو بخورم. میگفتن عدالت. توجه میکنید؟ یه دید میگفت که عدالت این کف اخلاقه، این کف اخلاق، این کمتری حد اخلاق بودنه. پردازیم به شفقت. در عدالت من یک دینار حق شما رو نمیخورم، به شما اجازه نمیدم یک دینار، اما در شفقت من یک دینار حق شما رو نمیخورم، اما یه بخشی از حقوق خودم رو هم به رایگان میبخشم به شما. میگفتن شفقت. و بعضی میگفتن حتی شفقت هم کافی نیست، باید به نفی انان، به عشق باید برسیم. عشق یعنی نفی انان. من نه فقط باید مشفق باشم نسبت به شما و عادل باشم، بالاتر از عادل بودن و مشفق بودن من باید عاشق شما بشم، و اگه بخوام عاشق شما باشم باید انانیت خودم رو از بین برده باشم. تا انانیت باقی، عشق خالص و صادق و ناب وجود نداره. پس باز ببینید اینا که گفتن تازه اخلاق یعنی فقط ارتباط انسان با دیگران، باز ارتباط انسان با دیگران رو بعضی منحصر در عدالت میدونن، بعضی عدالت به علاوه شفقت، بعضی عدالت به علاوه شفقت به علاوه عشق، یعنی نفی انانیت. به زبان روانشناختی اینو بیان کنیم. بعضی میگن این که من باز میخوام یه تقسیم بندی دیگه از منظر روانشناختی. بعضی میگن این که من باید اخلاقی زندگی کنم یعنی باید به شما درد و رنج غیر لازم وارد نکنم. میگن همین کافی که من به شما درد و رنج غیر لازم وارد نکنم. یه وقتی درد و رنج لازم وارد میکنم. توجه میکنید؟ شما بیهوش شده اید، میخوام به هوشتون بیارم، یه سیلی میزنم تو گوشتون، خب این درد و رنج وارد میکنم به شما، ولی خب درد و رنج لازمه، غیر از این نمیتونم شما رو به هوش بیارم. اما اخلاق اینه که من درد و رنج غیر لازم به شما وارد نکنم. بعضی میگن نه بابا این کفشه، علاوه بر اینکه درد و رنج غیر لازم من باید به شما وارد نکنم، درد و رنج غیر لازمی که دیگران به شما وارد کردن من باید از شما چیکار کنم؟ کم کنم، بکاهم از درد و رنج هایی که دیگران به شما وارد کردن. خودم که درد و رنج بهتون وارد نمی کنم هیچ، بعد اگه دیگرانی هم درد و رنج به شما وارد کردن، حالا دیگران چه انسان های دیگه باشن، چه طبیعت پیرامونی باشه، درد و رنج به شما وارد کردن، اونم من باید درد و رنجشون رو بکاهم. بعضی گفتن اینم باز کافی نیست، علاوه بر این من باید به لذات شما هم بیفزایم، نه فقط باید درد و رنجتون رو نکاهم، من باید لذاتم بیافزایم. یعنی فقط جنبه سلبی نداره اخلاق، جنبه ایجابی هم داره. و بعضی گفتن اینم کافی نیست. چرا؟ میگن چون این سه تا خوشی تازه، من باید سعی کنم شما رو اصلاحتونم بکنم، خوبی هم به زندگیتون وارد کنم. من فقط نباید نون در خونه فقرا بدم، باید فقیر رو از حسدم نجات بدم. توجه میکنی؟ فقیر رو از بخل و امساکم نجات بدم، فقیر رو از حقد و کینه نسبت به ثروتمندانم بکشمش بیرون. یعنی علاوه بر اینکه خوشی به زندگیش وارد میکنم و لذت به زندگیش اضافه میکنم، باید خوبی هایی هم تو زندگیش وارد بکنم. یعنی اخلاق جنبه اصلاحگرانه هم داره. ترجمه. نه اینکه تو هر جور میخوای باشی باش، من فقط درد و رنج غیر لازم بهت وارد نمیکنم، درد و رنج دیگرانم سعی میکنم کم کنم، به لذتم اضافه میکنم. نه، اصلا اینکه تو خودت اینجوری که هستی بمونم، اینم اخلاقی نیست. و این همون چیزی که معمولا تو اندیشه امر به معروف و نهی از منکر پیش میاد، تو اندیشه ها اینجوری پیش میاد. حتی عرفای ما هم گفتن دلالت به خیر، میگفتن علاوه بر من باید دلالت به خیرم بکنم، بگم ببین همه اینا درست، ولی تو در عین حال مثلا عجبت هم باید کم 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 کنی،
حسدم از درون خودت ریشه کن، اینقدر تنگ نظر نباش، اینقدر متعصب نباش، فلان فلان فلان. یعنی اینو جنبه اصلاحگری هم باید بکنم، یعنی فقط خوشی نه، خوبی هم باید توجه مورد توجه من باشه. خب همه اینا این اختلافات وجود داره، همینا که گفتم، اما به هر حال این دیدگاه ها همشون به اخلاق تکیه میکنن و میگن کم و کیف زندگی اون جهانی ما به اخلاقی زیستن ما اینجا خیلی بستگی داره. حالا اگر ارتباط شما با خدا هم توی اخلاق بگنجه، وقت میبینید مناسک و شاعر هم میشه جزء اخلاق به این معنی دیگه، چون ارتباط شماست با کی در واقع؟ با خدا داره. مناسک و شاعر نماز میگذارید، اشعار ربانی به جا میارید، نمیدونم در رود گنگ غسل میکنی، شستشو میدید خودتون، همه اینا هم در واقع ارتباط شما با خدا داره تنظیم میشه. پس اخلاق هست. اما آیا این دوتا فرق میکنه؟ ما تو الان گفتیم هر دوتاشون تناسخ و معاد اینجوری هست. حالا آیا فرق میکنه که من به تناسخ قائل باشم یا به معاد؟ تا الان که مثل هم بودن، لااقل به لحاظ اشتراکشون در این که ما باید اخلاقی زندگی بکنیم تا وضع اونجا بهتر از وضع اونجا باشه. اما یه فرقم میکنه که من به تناسخ قائل باشم یا به معاد؟ بگم وقتی رفتیم رفتیم که رفتیم، یا نه بزن بچم بگم که همین بهش زهرا رو تحویل دادید، من فردا صبح یه جای دیگه برمیگردم، حالا بگردید پیدا کنید. چه جوریه؟ فرق میکنه که من به تناسخ قائل باشه بعضی گفتن اینم فرق میکنه. فرق میکنه که آدم به تناسخ قائل باشه یا به معاد قائل باشه. هر دو اخلاق رو بر زندگی ما مسیطر میکنن، سیطره میدن، ولی نوع این اخلاق با نوع اون اخلاق فرق میکنه. خب من دیگه خسته شدم، قربان شما، خیلی ممنون. بله شما که خسته نشدید، من خودم رو گفتم خسته شدم، نگفتم که شما خسته شدید، معلومه هم هست که خسته نشدید. بعد بفهمید ما تازه چی میگرفتیم از شهر که چند تا سوال داشتم، یکی شما بپرسم چون خسته هست. بین دیدگاه اول و دوم آیا میشه یک راه میانه ای رو برگزینیم؟ به چه معنی؟ به این معنی که ما همون نگاه عرفانی رو داشته باشیم ولی به جهان پس از مرگ اعتقاد نداشته باشیم، این شبیه حالا اگه شما کنون اصلاح بکنم شبیه چیزی که خیام، یعنی در خیام هم به نظر نیست که رو هم فراتر رفتن از این دو و اینها سفارش میشه از اونجا که میگه هر زردی که بر روی هر زردی که بر روی زمینی بود است یا خاک زمینی بود است، خورشید رو خید و محجبی نماد از گردی آن گرد که بر رخ نازنینی بوده است خورشید از این خود شکل شده برحال توصیه میکنه بر این که اون گرد رو هم با آزر فشان کان هم رخ خوب نازنینی بوده است. یعنی به نظر مثل این نگاه در واقع عرفانی که اشاره فرمودید در تلقی دوم میشه بدون این که به جهان پس از مرگ هم اعتقاد داشت، همچنان خوب بود در نگاه عرفانی شما تحقیق فرمودید گویا لازم هست، میشه لازم نباشه. و اگر این قابل جمع باشه در این صورت به نظر میرسه که خیلی از ایرادهایی هم که این هر کدوم از اینها دارن یا حتی دیدگاه سوم و چهارم دارن در این دیدگاه بینابینی نیست. از جمله مثلا مثال بخوام بزنم، ببینید یکی از اختزاعات که به نظر من این دیدگاه پذیرش جهان پس از مرگ وجود داره یک نگاه سوپرنچرالیستی هست و در این صورت مثلا با نگاه علمگرایانه ای که ما به خصوص انسان‌های مدرن با اون خوب گرفتیم و با اون طبیعت گرایی یک سر ناسازگاری داره به هر حال، در حالی که در این تلقی بینابینی که من میگم به نظر میسه با این همیشه آشتیش داره، چون لزومی نیست که ما به یک جهان در واقع پس از مرگ اعتقاد داشته باشیم و اون نگاه عرفانی هم به نظر میسه که هست و اون اخلاق هم قابل توسعه هست، فقط به اون اخلاق مبتنی بر نگهبانی از جسم نیست. این عرض کنم که من دو تا نکته به نظرم میاد آقای دکتر در این باب. نکته اول اینه که درسته که وقتی من میمیرم
بعد از مدتی وقتی بیاید قبر منو بشکافی یک مش خاک میبینی، این شکی نداره. اما اگر و بنابراین من انگار تبدیل شدم به این، حالا البته من اون نگار گلرخ و اینا هم نبودم، حالا اونو کاریش نداشتم، عرض کنم که حال من عرض کنم که ناگلرخم، عرض کنم که درسته که تو قبرم بشکافید خاک میبینید و بنابراین این خاک رو شکی ندارید که بیشک حاصل تزییع اندام منه، شکی نداره. ولی اگر من بخوام با او رفتار اخلاقی بکنم، باید علاوه بر این براش آگاهی هم قائل باشم. اگه این دیدگاه که شما میگید باشه، درسته که این آنچه که تو گور من هست واقعا نتیجه تزیه بدن منه، ولی این که دیگه آگاهی نداره که من بخوام نسبت بهش وظیفه اخلاقی انجام بدم. یه آگاهی هم میخواد، توجه میکنین؟ اگر چی بمانه ادقش هم که خودتون بهتر از من میدین، علاوه آگاهی هم کافی نیست، علم و اراده میخواد. باید این موجود علم و اراده داشته باشه تا رنج، توجه میکنین، ملکه رنج بردن داشته باشه. از باب عدم و ملکه میگم، ملکه رنج بردن درش باشه تا بتونم نسبت بهش اخلاقی رفتار کنم. ولی این که اگر شما دیدگاه مثلا داروینیستی داشته باشی، قبول میکنی که اینی که تو قبر هست اثر بدن ملکیانه، ولی خب آگاهی که براش قائل نیستید و چون علم و اراده براش قائل نیستید، وظیفه اخلاقی ندارید در اینجا. به تعبیر دیگه میخوام بگم، علاوه بر این که این گل رخی بوده، اگه بخوام باش احترام، با احترام رفتار کنم و حقوق اخلاقیش رو رعایت بکنم، علاوه بر این که باید بدونم گل رخی بوده یا هرچه، همین الانش هم در وضع کنونیش هم باید براش علم و اراده قائل باشم. ولی خب این علم و اراده دیگه تو این دیدگاه خیامی وجود نداره. منظورم از دیدگاه خیامی دیدگاهی که ماتریالیستیک باشه. این یک نکته. نکته دوم اینه که من خیلی وقتا در آثار شعرا از جمله خیام، وقتی میبینم که میگن آقا به این گل یا به این خاک یا به این چیز حرمت بگذار، به نظر من این یک نوع ارزشگذاری زیبایی شناختی نه اخلاقی. ترجمه میکنی؟ به نظر من، نظر خودم رو دارم میگم، به نظر من اینا نمیخوان بگن که تو این کوزه را هم احترامش بکن، این کوزه را هم حقوقش رو ادا کن. میخوان بگن بدون اینم چیز زیباییست. یعنی یا به گفته سهراب سپهری، عرض کنم که بله، خیلی شعر خیلی جالبی یادم رفت، می‌خواستم به هر حال گل شبلر چه کم از لاله قرمز داره. نازم می‌کنید چشم‌ها رو باید شوز جور دیگر باید دید، توجه می‌کنید؟ چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ اینا در قفس هیچ کسی کرکس نیست معناش این نیست که اخلاقیات ارتباط با کرکس رو هم رعایت کنید. یعنی بابا زشت و زیبا اینا اصلاً در جهان، در جهان به نظر دقیق همه چیز زیباست و من بنابراین یه نوع قدر شناسی زیبایی شناختی تو این توصیه ها میبینم. مثلا تو دیوان گوته، تو دیوان شرقی غربی گوته هم باز یه نوع زیبایی شناسی من میبینم که میگه آقا به هر چیز حقیری نگاه بکن، میبینی زیبایی تو اینم هست. اینه که حالا این سوال، این نکته دوم رو خیلی بهش تاکید نمی کنم، ولی من بیشتر استنباطم اینه که به لحاظ زیبایی شناختی اپریشیشن داشته باشه، درک کن زیبایی موجودات را، حتی کلاغ را. فکر نکن فقط بلبلا زیبان، بابا کلاغ هم زیبایی خودشو داره، توجه میکنی؟ اونم زیبایی خودشو داره. من بیشتر اینجور آقای دکتر درک میکنم، نه وظیفه اخلاقی، قدر شناسی و اپریشیشن زیبایی شناختی. اینو میخوام عرض کنم، من هم خودم اینطوری میکنم که این انسان ها همه حرمت دارن و این منطقه این رو در واقع با این تعبیر شاعرانه میخواد بگه که همه ما محدود، همه ما به هر حال فانی هستیم، همه ما رفتنی هستیم، یعنی حرمت همدیگر رو نگه داریم مثلا.
من خودم این استنباط همینه، نه اینکه حرمت مثلا این خاک رو باز باران آنچه که باید رعایت بشه حرمت شخصه. درسته. خب این نه اینو قبول دارم، با این مخالفتی ندارم دکتر، این کاملا حق با شماست به نظر من. میخواید بگید که نه جنبه زیبایی شناختی هم بذاریم کنار، جنبه اخلاقی، ولی منظور جنبه اخلاقی نسبت به این مثلا گرد و غباری که اینجا نشسته مراد نیست. یعنی میخواید بگید بالمعال برمیگرده به احترام به بازم شخص، توجه میکنید؟ یعنی انگار حرمت، درست مثل این که شما رو قبر راه نمیرید با این که میدونید دیگه، یعنی حرمت اونی که تو قبر مدفونه میذارید، ولو الان میدونید که به لحاظ فیزیکی دیگه کسی تو قبر نیست، ولی حرمت میذارید، بازم به سائقه حرمتی که برای انسان قائلید احترام قبرش هم دارید. توجه میکنید؟ اینو میخواید بگید. یا مثل وقتی که من توهین یا اهانت یا استهزا یا تحقیر میکنم یه شخصیت از دست رفته، مثلا یکی از مقدس شخصیت های مقدس دین و مذهب را، هر دین و مذهبی، یه کاریکاتوریستی، یه نمیدونم مثلا داستان نویسی، بهش بی حرمتی میکنه. ببینید شکی نیست که اون موجود اصلا الان از بی احترامی این کاریکاتوریست رنج نمیبره، از تحقیر او رنج نمیبره، از توهین و اهانت او رنج نمیبره. چرا؟ چون یا اصلا زندگی پس از مرگی وجود نداره، که اگه وجود نداره که اصلا دیگه او اصلا این آدم وجود نداره که بگیم حالا احساس رنج میکنه، یا اگر هم وجود داره کسانی که اونجا رفتن که ننشستن از اون بالا زل بزنن تو کوچه پس کوچه های عالم دنیا نگاه کنن که ای مقاله کسی بر ضد ما نوشته ما باید برنجیم، اون اصلا توی عالم دیگری هن، ربطی با عالم ما ندارن که بفهمن که فلان کس. اما چرا میگیم این کار صورت نگیره؟ به دو جهت این اهانت صورت نگیره، به دو جهت. نمیخوام من مسائل حقوقی رو، من به آزادی بیان کاملا به لحاظ حقوقی قائلم، مطلقا نمیخوام، فقط از لحاظ اخلاقی دارم نگاه میکنم به قضیه. این مثالی که زدم مجبور شدم که، یعنی مجبور میشم که یک نکته رو بگم. ببینید من در همین شارلی ابدو، نمیدونم داستان کاریکاتورها که در این سالهای بعد از انقلاب زیاد تو دنیا پیش میاد، من واقعا رأیم شخصا اینه که آزادی بیان، هر نوع بیانی، بیان گفتاری، بیان نوشتاری، در قالب نمایشنامه، در قالب داستان کوتاه، در قالب داستان بلند، در قالب نظم، در هر قالبی، آزادی بیان به لحاظ حقوقی، به لحاظ حقوقی حق هر انسانی، به هیچ وجه نمیشه این حق رو از هیچ انسانی گرفت. ولی آیا هر چیزی که حق شماست به لحاظ قانونی، حق شماست به لحاظ قانونی یا وظیفه شماست به لحاظ قانونی؟ حق شماست. حق یعنی چیزی که شما میتونید استفاده بکنید، میتونید استفاده نکنید. خب حالا کی به شما میگه که از این حقوقی که قانون بهتون داده که میتونید استفاده بکنید، میتونید استفاده نکنید؟ چون اگه وظیفه بود که باید استفاده میکردید، اما حقه، درسته؟ کی به شما میگه که از این حقوقی که قانون به شما داده استفاده بکنید یا نه؟ اخلاق میگه. میگه عزیز من، درسته تو به لحاظ قانونی حق آزادی بیان داری، ولی وظیفه آزادی بیان که نداری، حق آزادی بیان داری. حالا این حق آزادی بیان میخوای از این حقت استفاده بکنی یا نه؟ اخلاق میگه اینجا از این حقت استفاده نکن، تو این مورد خاص. چرا؟ حالا دارم علتشو میگم. یه علتش اینه که شما گفتید، یه علتش اینه که درسته اون پیغمبر، اون شخص مقدس یا اصلا وجود نداره به طور کلی، اگه زندگی پس از مرگ قائل نباشی، یا اگرم وجود داره اصلا حواسش به اینجا نیست. مگه باید نگاه کردی که در دانمارک کی داره چیکار میکنه، تو مجله، تو فرانسه، تو شارلی ابدو دارن چیکار میکنن؟ اون که اصلا این نیست. بنابراین اون احساس رنجش نمیکنه از تحقیر، از توهین، از اهانت، از استهزا احساس رنجش نمیکنه. ولی بازم چرا میگیم نکنه، اخلاقا نکنه این آقا این کار رو؟ یک جهتش اینه که شما گفتی، که همونطور که به قبر لگد نمیزنیم به احترام کسی که در این قبر خوابیده با اینکه وجودم نداره، و این برمیگرده به احترام به شخص، اینجا هم با اینکه وجود نداره میگیم احترام داره انسان، ولی این انسان الان دیگه وجود نداره، یا در وضعیه که اگر وجودم داره از این توهین و اهانت و
اینا رنج نمیبره. این یه علتشه که این علت به بحث شما رب داره. اما یه علت دوم داره که من شهروندی که حق آزادی هر بیانی رو دارم، هر بیانی رو، حق آزادیشو به لحاظ قانونی و حقوقی دارم، ولی از لحاظ اخلاقی باید خیلی از این حقا رو استیفا نکنم، بعضیشو استیفا کنم. مگه شما هر حقی تو زندگی دارید استیفا میکنید؟ درسته؟ مگه شما الان حق ندارید برید سینما؟ اما همه حقوقی رو که دارید که وظیفتون که نیست که برید سینما، حق دارید برید سینما، یعنی میتونید سینما برید میتونید سینما نرید، وظیفه که نیست. اون وقت حالا چرا میگیم که تو از این حقت استفاده نکن با اینکه حق آزادی بیان داری، هر نوع بیانی هم حقشو به لحاظ قانونی و حقوقی داری، ولی از فیلترینگ اخلاق بگذرونش و ببین آیا از اون حقایی است که میخوام استیفا بکنم یا از اون حقایی است که میخوام از این صرف نظر کنم. جهت دومش دیگه شخصیت اون شخص مقدس نیست، بلکه اون جمعیت عظیمی هن که چه به ثواب، چه به خطا، چه به درستی، چه به نادرستی به اون شخصیت عشق می‌ورزن و الان با این توهین تو اونا رنج می‌برن. دیگه اینجا بحث اون شخص متوفا نیست. الان وقتی کسی مثلا به پیامبر اسلام فرض کنی یا به عیسی فرق نمی‌کنه توهین بکنه، جهت دومی که میگیم توهین کننده کاش از حق حقوقی خودش استفاده نمی‌کرد، اینه که وقتی توهین میکنه یک میلیارد و نیم 2 میلیارد انسان به حق نا به حق، درست نادرست، به عیسی عشق میبرزن، به پیامبر اسلام عشق میبرزن. خب چرا ما باید درد و رنج غیر لازم به اینا وارد کنیم؟ وقتی عشق میبرزن اگه بهشون توهین بکنید به اون شخصیت، اینا رنج میبرن. خب این درد و رنج غیر لازمه و گفتیم درد و رنج غیر لازم تو اخلاق نباید وارد کرد. این هم باز میبینید به کی برگشت؟ باز به اشخاص برگشت، مثلا اون به شخص متوفا برگشت، این به اشخاص زنده برگشت. و خیلی من فکر میکنم اگر تو این بحثایی که تو این 40 سال بعد از انقلاب ما تو غرب مخصوصا خیلی شدت گرفته، این توهین ها و اهانت هایی که البته به فقط هم مقدسین و شخصیت های جهان اسلام نمیشه، به مسیحیت هم میشه، توجه میکنید خیلی جنبه ها داره این بحث، واقعا به لحاظ اخلاقی و حقوقی و روانشناختی اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی، 4 تا بُعد داره این نوع توهین ها. حالا من این بُعدش رو می‌خواستم بگم، من می‌خواستم بگم من به لحاظ حقوقی معتقدم حق آزادی بیان را از هیچ انسانی نمیشه گرفت، هیچ انسان، اما این حق هر انسانی، وظیفش که نیست که بیان داشته باشه، آزاده که بیان داشته باشه، حالا از این آزادیش استفاده بکنه یا نکنه اینجاست که نوبت به اخلاق میرسه. از نظر من بارها گفتم دموکراسی بدون اخلاق، این به هیچ کدوم از اهدافش نمیرسه. ما باید به لحاظ حقوقی دموکراتیک باشیم، ولی شهروندانمون اخلاقی هم باشن که از حقهایی که نظامهای دموکراتیک بهشون میده و نمیتونه هم نده سوء استفاده نکنن، نه سوء استفاده حقوقی نکنن، چون اگه سوء استفاده حقوقی بکنن که میبرن تو زندان، نه سوء استفاده چی نکنن؟ اخلاقی نکنن، بگن بله من حق دارم، من حق دارم که فرض کنه که یک شعری بگم مذمت شما، توجه میکنید؟ اما آزادی بیان هم بمیگه حق رو میده. اما در این حال این هم هست که خب من اخلاق بمیگه از این حقت صرف نظر کن، خب قانون به اجازه داده نکن. به زبان ساده تر بخوام بگم، ما یه بخش عمده ای از وظایف اخلاقیمون انتخاب در میان حقوقهایی است که قانون بهمون داده، که کدومی که از این حقوقی رو که قانون بهمون داده اعمال بکنیم، اجرا بکنیم، استیفا بکنیم و کدومش رو بذاریم استیفا نشده باقی بمونه. بله من خودم عقیدم بر اینه که اخلاق باید خود انگیخته باشه و بنابراین بله با فرمایش شما موافقم. همچنان که مثلا شما مجاز میکنید یک دیکتاتور ناسزا بگن، ولی اون که درد و رنج وارد بشه به هواداران، من هم تشخیص میدم الان در مقابل مثلا این شخص باید این کار رو انجام بدم، یا به نحوی مثلا من یک سری اهداف خب بله از نظر من گفتم که نمیتونیم ببریم زندان، به این جهت نمیتونیم ببریم زندان. اگه
حقوقی بود که بردیمش زندان. بله، به همین جهت نمیتونیم ببریمش زندان. فقط باید بگیم خودت وجدان خودت رو قاضی کن، ببین آیا واقعا اینجا از اون جاییه که آدم باید از این آزادیش استفاده بکنه یا نباید بکنه. ولی اگه استفاده هم کردی ولو به زعم من نباید استفاده میکردی، هم زندانت که نمیتونیم ببریم. اخلاق، نقض اخلاق هیچ گونه کیفر حقوقی قانونی نداره، نقض قوانینه که کیفر داره. یعنی قوه قهریه پشتوانه حقوق هست اما پشتوانه اخلاق نیست، نه قوه قضاییه نه پلیس و کلانتری. اینا پشتوانه قانون هستن اما پشتوانه اخلاق نیستن. هیچ وقت من نمیرم زندان بگن که آقای ملکیان 30 سال میگه شما حسودی. یا خب بله راست میگن، 30 سال من حسودی میکنم اما خارج کام خواهد با من بگن. بگن آقا گزارش شده که شما سلام نمیکنی تو کوچه. میگم بله درست، اما خارج کام هم سلام نمیکنی. حاجی میکنی شما خیلی عبوسی. خب بله من عبوس. عبوسی از لحاظ اخلاقی درست نیست اما به لحاظ حقوقی مکافاتی نداره. بله شما خیلی متکبری، همیشه از بالا بالاها آب پای میکنی. خب بله میکنم، با چی کارم کنم؟ اخلاق دیگه، اخلاق نمیتونه قوه قهریه بیاد حمایتش بکنه. یعنی و درست عکسش هم صحیحه، همینطور که اخلاق رو قوه قهریه نمیتونه پشتوانش بشه، حقوق رو هم قوه قهریه نمیتونه پشتوانش نشه. یعنی همینطور که نمیشه به من برن زندان بگن که شما الان گزارش شده 40 سال به یه گدا یه قانون نداده، نمیتونم برن زندان. میگم بله به گدا کمک کردن وظیفه اخلاقی منه، نمیخوام به وظیفه اخلاق من انجام بدم. قوه قهریه که نمیتونه تو وظیفه اخلاقی من. از اون برش هم هست که قوه حقوق هم حتما قوه قهریه رو میخواد، وگرنه مثلا این مجلس اعلام کنه که آقا دیروز نمایندگان مجلس تصویب کردن یه 5-6 ماده قانونی که از فردا فلان آدم با فلان شرایط این کارا رو باید بکنن با اینا، بعدم بگن و البته نمایندگان مجلس گفتن اگه کسی هم نکرد اشکال نداره. اینا خنده داره، اینا همون مقدار خنده داره که بگیم که حتما تو باید به گدا پول بدی و الا میگیریم بریم زندان. از این نظر یکی از فرقای مهم اخلاق و حقوق در اینه که اخلاق فقط تو کانتکست آزادی مطلق معنا داره و حقوق فقط تو کانتکست اجبار معنا داره. اگه چیزی اجبار پشتش نباشه حقوق نیست، قانون نیست، قانون اجبار میخواد. اما اگه چیز اخلاق بود اصلا نمیتونه اجبار داشته باشه. داوری اخلاقی راجع به دیگران هم با این حساب دقیقاً نمیشه کرد. نه نه نمیشه کرد. نه. مثلا داوری اخلاقی مثلا فرض کنیم شاهی مثلا یک چیز بله بله اولا که بله میشه نتیجه رو گرفت و کارش غیر اخلاقیه، ولی کار غیر اخلاقی مستوجب هیچ کیفری نیست. اما یه چیز دیگه وجود داره و اون که اونجایی که ما تو بحث اخلاق آقای دکتر میگیم که اخلاق این درد و رنج غیر لازم وارد نکن، اولا گفتیم درد و رنج غیر لازم، درد و رنج لازم اشکال نداره. اگه پزشک اومد این انگشت منو قطع کرد، این درد و رنج وارد کرده ولی درد و رنج لازمه، این که غیر اخلاق نیست. اما یه چیز مهم میخوام اینجا بگم که جاهای دیگه گفتم. ببینید وقتی شما در اخلاق باید درد و رنج غیر لازم وارد نکنید به دیگری، شما نباید درد و رنج غیر لازم بهش وارد کنید. اگه به خاطر ویژگی های شخصی خودش درد و رنج میبره از کار شما، شما بهش وارد نکرده ایدا. مثال بزنم، پدر و مادر من ممکنه روی خودشیفتگی که دارند خودشیفتند، توجه میکنی؟ این خودشیفتگی که دارن که فکر میکنن هرچی به خودشون مربوط میشه درسته، هرچی به خودشون مربوط نیست نادرسته، هرچی باش موافقن حقه، هرچی باش مخالفن حتما دیگه ناحقه، اون وقت جزم و جمودهایی پیدا میکنن، تعصبهایی پیدا میکنن، توجه میکنی؟ پیش داوریهایی پیدا میکنن. من آستین لباس کوتاه ببخشید لباس آستین کوتاه می پوشم، درسته؟ مادر من یا پدر من نگاه به من میکنه و از این لباس آستین کوتاه توجه میکنید رنج میبره، توجه میکنید میبینه چهار نخ موی من، حالا فرض کنید من دختر باشم، پیداست رنج میبره. آیا الان میتونیم بگیم این مادر این دختر درد و رنج وارد کرده به مادرش؟
آیا این موهای دختر پیدا بودن درد و رنج به این وارد میکنه یا خودشیفتگیش؟ نجا میکنیم اگر فرض بکنیم که این دختر لباسش عوض نشه، طرز لباس پوشیدنش همینجور باشه، ولی مادرش بر اثر یه معجزه، البته از این جهت من تو معجزه تاریخ ندیدم رخ بده، یه معجزه رخ بده، تعصبات از بین بره تو مادرش، یه شب یه صبح که مادر از خواب بلند میشه ببینه تعصب دیگه نداره، جزم و جمودی دیگه نداره، پیش داوری دیگه نداره، مدارا پیدا کرده. ناجو میکنی؟ آیا این مادر اون وقت هم رنج میبره از کار دخترش؟ نه، دختری که همون لباسو پوشیده، همون لباس. اینجا مادر از دختر نیست که رنج میبره، از خودشیفتگی خودشه. یعنی فکر میکنه هرچی من معتقدم حقه، هر لباسی من میگم خوبه خوبه، هر لباسی من میگم بده بده، و چون دخترم لباسی پوشیده که من معتقدم بده پس بده، از این رنج میبره. از این نظر من تو بحث وقتی که میگم بن اخلاق با ارتباط با دیگران کاستن از درد و رنج دیگرانه و درد و رنج غیر لازم وارد نکردن، میگم درد و رنج غیر لازم تو نباید وارد کنی. آفرین، هدفت این نیست، تو داری زندگی خودتو میکنی، توجه میکنی زندگی خودتو میکنی. من اگر اینجا وایسم نماز و یه مهر نگذارم، یه روحانی شیعه که میاد خیلی رنج میبره، خب ببره، چه ربطی به من داره؟ مشکل خودشه. من که نمیخواستم تو رو آزارت برسونم، من دارم روشه، مثلا میگم، عجب میکنی، مثال میخواستم بزنم، من دارم روشه جلال و رحمت در پیش گرفتم، فرض کنید مثال میزنم. جلال و رحمت گفت آقا من وقت سفر مکه میخواستم برم، اولین بار گفتم مهر بذاریم کنار دیگه، خواستم بریم مکه جلو به اون. خب حالا این مهر میذاری کنار، اون که ناراحته از تعصب خودش ناراحته، از جزم و جمودهای خودش ناراحت. من که کاری باش نکردم، من دارم نماز ما میخونم. به همین دلیل که اگه این روحانی شیعه سنی شد، میاد به من نگاه میکنه، یه لبخندی هم میزنه، میگه آفرین آقای ملکیان، خوبه که این مهر برداشتید. این چیه این مهر؟ خدا گفته سعیدن طیبا، مهر کی گفته؟ خوشحال میشه. خب من که فعلا همون فعل بود. اینو باید توجه بکنیم که خیلی وقتها شما در دونه. بنابراین حال برگم به مثال هیتلر شما، بله اولا که گفتم غیر اخلاقی هم اگه کاری باشه معاقب نیست به لحاظ حقوقی، اما نکته دوم اینه که اون کسی که از طرفداری از هیتلر رنج، طرفدار هیتلره و چون من به هیتلر فحش دادم رنج میبره، اون داره از جزم و جمود خودش رنج میبره، از تعصب خودش رنج میبره. ها توجه میکنی؟ تعصب خودش رنج میبره. خب رنج دقیقاً دقیقاً اون غیر اخلاقی، ولی نه اصلا هدفش این نیست، داره موضع خودش رو نسبت به هیتلر روشن میکنه، میگه من موضعم نسبت به هیتلر مخالفته، من یه منظومه ای در ذم هیتلر سرودم. مشکل نداره. خب هم فرق نمیکنه. نه 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 فرق نمیکنه. فقط همین میخواستم الان بگم، من تو گفتم نگم، اما شما مجبورم که بگم و بنابراین میگم. اونجا هم همین جوره، اونجا هم که میگفتم جنبه های روانشناسی اجتماعی گفتن داره، یادت میاد که گفتم که چهار جنبه دیگه روانشناسی اجتماعی، اونم به خاطر همینه که اونجا هم تو ممکنه تعصب داری. آقا تو پیرو به پیامبر اسلام باش ولی تعصب نداشته باش. مگه آدم هر کی پیرو به کسی باید تعصب داشته باشه؟ پیرو به پیامبر اسلام باش، به روش او زندگی کن، اما تعصب نداشته باش، جزم و جمود نداشته باش، اینقدر پیش‌داوری نداشته باش نسبت به دیگران، توجه میکنی؟ و بی‌مدارا نباش. اینا منتها خب نمیذارید که ما اینجا راحت خونم رو بنشیم. بله بله بفرمایید. البته یک چیزم گفتم، گفتم کسانی مثل راسل میگن نه
ممکنه با این واسطه ببینم نتیجهش به خودم برمیگرده. اون دیدگاه خلاف راسل داشتم میگفت. بله بله شکی نداره. شکی نداره بله. نه بله 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 کاملا مطلب شما درسته، ولی بین دو تا چیز باید تفکیک کرد و شاید تو بیان من ببینید ترحم و دلسوزی یک چیزه، احساسات و عواطف یک چیز دیگه است. ببینید مثلا در اخلاق نتیجه گفته میشه اگر شما یکی از دو تا گرسنه رو میتونید فقط با این یه قرص نان نجات بدید و یکیشون پدرتونه ولی عرض کنم که مثلا یه لبنیاتی داره و یکیشون آینشتاینه و فرض میکنیم آینشتاین مثلا داره خدمات خیلی عظیمی داره به بشریت میکنه، اخلاق نتیجه میگفت چیکار کنید؟ میگفت حتما آینشتاین نجات بدید، پدرتون نه. تو اخلاق فضیلت گفته میشه نه نمیتونید کارو بکنید، پدرتون شما یک بدهکاری هایی به پدر دارید که اینو باید بر آینشتاین مقدم کنید، ولی پدرتون لبنیاتی سر کوچه است، نقشش فقط اینه که لبنیاتی داره. درسته؟ من اتفاقا در این جهت با اخلاق فضیلت موافقم. من معتقدم احساسات و عواطف در تصمیم گیری ها نقش مؤثر دارن. توجه میکنی؟ یعنی عشق ها، نفرت ها، دوستی ها، دشمنی ها نقش مؤثر دارن. اما یکی از این احساسات و عواطف هست و اون ترحمه. اونی که ما بهش میگیم که دلسوزی، که البته امروز هم خیلی جوان ها بعدشون میادن میگن که ترحم به من نکن. اینم حالا دیگه از شما جوونه در اومده، ما نمیدونم یعنی چیه، ولی به هر حال اونو من دارم میگم. من میگم اگر وضع ژنده اینو دیدم و از سر اینکه وضعش ژنده است توجه میکنید، مثال بر شما بزنم برای اینکه بازی که مطمئن روشن بشه. ببینید فرض کنید که من یه فقیری رو ببینم خیلی وضعش برای من رقت انگیز باشه و از سر دلسوزی که خیلی بده به نظر شماها بده و ترحم اومدم و به ایشون چیکار کردم؟ کمک کردم. توجه میکنی؟ و رفت و رفت و رفت و کم کم ایشون به خاطر کمک‌های من شد یک میلیاردر. توجه میکنی؟ از لحظه ای که اون منظره های رقت انگیز دیگه تو زندگی اون پیش نمیاد، من دیگه از اون لحظه به بعد نه فقط دلم نمیسوزه، بلکه ممکنه دیگه چی هم باشم؟ ناراحت هم باشم. توجه میکنید؟ اما اگر این شخص پدر من بوده و به خاطر اون احساسات پدری که تو اخلاق فضیلت مهمه و تو اخلاق نتیجه مهمی اگر کرده باشم، وقتی هم که تریلیاردر میشه اصلا روگردان ازش نمیشم. به زبان ساده براتون بگم آنچه ترحم و دلسوزی رو متفاوت میکنه اینه که اگر این شخص این وضع رقت انگیزش رو از دست بده، شما انگیزه برای کار کردن به نفع او نداری. مثلا فرض کنید همین آدم مفلوک ها یک کت شلوار از یک کسی امانت بگیره، کراوات ببنده بیاد جلوشون، شماش کمک میکنی؟ نه. پس کمکتون به خاطر این نبود، به خاطر اینکه وضعش دلتون رو به هم میزن. وقتی وضعش دلتون به هم نمیزنه، اما در مورد پدر و مادر یا در مورد اینکه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، دوستی ها، آیا که در دوستی کسی من کمک میکنه، من بدهکاری بهش ندارم؟ چرا دارم؟ اما اینا دیگه کاری به وضع رقت انگیزش نداره. من اگه شما دوست من باشه و من نیکی کرده باشید، اگه تریلیاردر هم باشید، بازم دوست دارم بهتون هدیه بدم، چون به خاطر وضع رقت انگیزتون نبود، به خاطر اون دوستی بود که عاطفه دوستی که نسبت به شما داشتم. اگر
دست به رفتار. اگر اخلاق فضیلت قائل باشید، نه اگر اخلاق نتیجه وظیفه قائل باشید مشکلی نداره، اما اخلاق فضیلت به نیت کار داره. تو بحثتون میفرمایید که الزاماً نمیشه گفت این کار اخلاقیه. بله میخوام نه میگم الزاماً نمیشه گفت اخلاقه، اگر چون در اخلاق فضیلت انگیزه مهمه. توجه میکنید؟ کانت هم که اخلاق وظیفه رو قائل بود میگفت که اگر تو علاقه داشته باشی به کسی، توجه میکنید، و یک نان بهش بدی، ارزشش کمتر از وقتی که بهش علاقه نداشته باشی و نان بدی. اما اخلاق نتیجه نه، اخلاق نتیجه واقعا شما کارهای عاطفی که میکنید با کار اخلاقی به لحاظ نتیجه ممکنه کاملا با هم چی داشته باشه، انطباق داشته باشه. اخلاق فضیلت که قاطعا میگه نه، و اخلاق کانتی هم که البته خیلی من نمیتونم بپذیرم، ولی کانت میگه اگر تو علاقه داری به کسی و یه نان بهش میدی، این ارزش اخلاقیش به اندازه این نیست که بهش هیچ علاقه نداری و بهش نمیدی. اون اصلا کل احساسات و عواطف رو، برخلاف دیوید هیوم، کل احساسات و عواطف رو میخواست از اخلاق ببره بیرون. یادو میکنی؟ و میگه اگر روزی یه جایی راست گفتی ولی دلت میخواسته این راستو بگی، این چندان ارزش اخلاقی نداره. تا وقتی که دلت نمیخواد راست بگی ولی راست میگی، این درست خلاف اخلاق فضیلته. یادو میکنی؟ درست خلاف اخلاق فضیلته. اما اخلاق نتیجه نه، تو اخلاق نتیجه شما به لحاظ عاطفی کمک به یک گدا بکنید یا به لحاظ اخلاقی، چون او فقط به نتیجه نگاه میکنه، انطباق. اینه که میگفتم لزوماً اینجور نیست، میگفتم لزوماً اینجور نیست که اخلاق رفتار اخلاقی رفتار عاطفی باشه یا رفتار عاطفی رفتار اخلاقی باشه. اگر به اخلاق فضیلت قائل باشید نه. چرا؟ چون اخلاق فضیلت میگه داوری باید بر اساس درون شخص باشه و شما به درون شخص راه نداری. بر اساس اخلاق وظیفه چرا میشه داوری کرد؟ چون فهرست فضائل معلومه، فهرست رذائل هم معلومه، فهرست کارهای درست معلومه، فهرست کارهای نادرست هم معلومه، چرا میشه داوری کرد؟ اما اگر به اخلاق نتیجه قائل باشید، اگر علم کافی داشته باشید که بتونید آثار و نتایج رو برآورد کنید، میتونید داوری کنید. ولی اگر علم نداشته باشید، باز اونجا باید توقف داوری بکنید. این که این دیدگاه. اما یک مطلب از اخلاق بیایم بیرون تو فلسفه ذهن. اگر شما قائل به جبر باشید، که به نظر من لزوما اخلاق از بین نمیره ها، من نظرم اینه، اون وقت دیگه اصلا نمیتونید داوری کنید، چه اخلاق وظیفه قائل باشید، چه اخلاق نتیجه، چه اخلاق فضیلت. پس یه بار بیایم به مقتضای فهم عرفی جواب بدیم، که مقتضای فهم عرفی اینه که انسان مجبور نیست. به مقتضای فهم عرفی اخلاق وظیفه میگه حتما میشه داوری کرد، چون اگه دروغ گفت داوری منفی باید کرد، و اگه راست گفت داوری مثبت، چون اون میگه اینا مشخصه که اینا خوبان اینا بدان، اینا درستان اینا نادرست. اخلاق نتیجه میگه اگه میتونی بفهمی که مجموع نتایج راست گفتن در این موقعیت نسبت به مجموع نتایج مترتب بر دروغ گفتن چی میشه، وقت میتونی داوری کنی که خوب کاری کرد راست گفت یا بد کاری کرد که راست گفت، یا بد کاری کرد که دروغ گفت یا خوب کاری کرد که دروغ گفت، چون که اصالتی قائل نیست برای راست و دروغ. اما اخلاق فضیلت میگه اصلا نمیدونی، چون انگیزه های طرف مقابل رو باید بدونی و ما علم به انگیزه های اشخاص نداریم. اما حالا اگه شما بیایید از فهم عرفی بیایید بیرون و قائل بشید مثل بعض از فیلسوفان ذهن، توجه می‌کنید، یا بخشی از کسانی که فیلسوف ذهن هم نیستن ولی حرف اون فیلسوفان ذهن رو قبول دارن که انسان مجبوره، اون وقت دیگه هیچ تو هیچ کدوم این سطح مکتب اخلاقی نمیتونی داوری کنی. بخش شما ممکنه بپرسید که مگه اگه به جبر قائل باشیم اصلا اخلاق باقی میمونه؟ بنده معتقدم بله، حتی میشه انسان مجبور هم باشه ولی باید اخلاق سر جاش باقی بمونه. نه، داوری اخلاقی ما راجع به آراء میکنیم، راجع به احساسات و عواطف میکنیم، راجع به خواسته ها میکنیم.
توجه میکنی؟ ما میگیم وقتی داوری فرهنگی میکنیم میگیم مردم این آرایی که شما داری غلطه، این احساسات و عواطف نابجاست، این خواسته ها نامعقوله. نه 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 کار نمیکنیم. نه عرض کنم که دو تا حرف هست، یکی اینکه سخن شما بر اساس دیدگاه فیزیکالیستی و رفتارگرایانه قابل قبوله که من این دیدگاه رو قبول ندارم اصلا، توجه میکنید؟ این یک نکته. اما نکته مهمتر، اصلا بیایم دیدگاه فیزیکالیستی هم داشته باشیم، دیدگاه رفتارگرایانه هم داشته باشیم. ببینید وقتی که من برای شما ذهن قائلم، با اینکه من که ذهن شما رو خبر نیست، ذهن قائلم، قیاس به نفس میکنم، بر این قیاس به نفس آثار و نتایج منفی مترتب نمیشه. اما یه قیاس به نفسی هست که آثار و نتایج منفی میتونه برش مترتب بشه. وگرنه بله، ما اصلا آدر مایندز، خودتون بهتر از من میدونید، بحث آدر مایندز از راه قیاس به نفسه. من از راه قیاس به نفس میفهم شما روح دارید. من روح داشتن خودم چه بسا فقط میفهمم، روح داشتن شما رو که نمیفهمم، اما قیاس به نفس میکنم. اما این قیاس به نفس جایزه. چرا؟ چون ترتیب اثر منفی برش داده نمیشه. داوری اخلاقی مشکلش اینه که ترتیب اثر ما میدیم به این قیاس به نفس، و ترتیب اثری که گاهی وقتا نتایج مخرب داره. بنابراین میخوام بگم اینجور هم نیست که در این حال که قیاس به نفس از لحاظ منطقی همیشه مغالطه است، ولی به لحاظ اخلاقی گاهی جاها جایزه، گاهی جاها جایز نیست. چرا؟ چون گاهی جاها هست که این قیاس به نفس نتیجه منفی برش مترتب نمیشه، اما گاهی جاها هست که قیاس به نفس نتیجه منفی مترتب میشه. یکی از جاهایی که این قیاس به نفس نتیجه منفی برش مترتب میشه وقتیه که شما بخواید از راه این قیاس به نفس داوری چی بکنید در واقع اخلاقی. اینجا آثار نتایج منفی داره. خب اگر بتونیم علیت انحصاری اثبات بکنیم بله. یعنی چه؟ فداتون بشم، قربونتون برم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، قربونتون، خیلی متشکرم. بله اگر علیت انحصاری بتونیم قائل بشیم. ببینید اگر اینجور باشه که هر وقت چهره سرخ میشه معلول خجالت کشیدن باشه، اون وقت شما میتونید هر وقت چهره منو سرخ میبینید نتیجه بگیرید که مصطفی خجالت زده شده، چون علیت انحصاری داره. اما در مورد تقریبا هیچ کدوم از آنچه که بر بدن ظاهر میشه علیت انحصاری بین اون چیزی که بر بدن ظاهر شده و اون حال درونی اثبات نشده. توجه میکنید؟ این و از این نظر ممکنه چهره شما سرخ شده و خودتون دیدید که وقتی چهره من سرخ شده خجالت زده ای، چهره منم سرخ دیدید گفتید ملکیان خجالت زده است، با اینکه شاید ملکیان اتفاقا الان شاده. بله علیت انحصاری نداره. اگه علیت انحصاری اثبات بشه چرا میتونیم باید یقین داشته باشیم. بله دیگه، نه نه به نظر من نه. اما یقین نداشتن گاهی جاها چون با ظنم عمل کردن نتیجه منفی به بار نمیاره، عرف میپذیره. اما گاهی جاها دیگه چون نتایج وخیمه دیگه نمیشه آدم به ظن خودش اکتفا بکنه، باید یه علم یقینی داشته باشه و این علم یقینی وجود نداره. یعنی یک تناظر یک به یکی بین اون چیزی که بهش میگن فیشال فیچر، یعنی ویژگی های چهره ای، با منتال استیت وجود نداره که بگیم اگه کسی دندوناشو حتما به هم فشار داد حتما در حال خشمه. نه،
بله معمولا اینجوره که من وقتی خشمگین میشم خودم هم میبینم دندانمو فشار میدم، اما نمیتونم از اینکه شما دندانتو فشار میدید یقین بکنم که شما خشمگینید، چون علیت انحصاری اثبات نشده.